اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به این استعین انه خیر الناصر و معین. توفیقی شد که خدمت شما عزیزان و مؤمنین شرف حضور داشته باشم و تبریک عرض میکنم عید گذشته رو، میلاد منجی عالم بشریت حضرت حجت ابن الحسن العسکری امام مهدی جلال الله تعالی فرجه الشریف رو، محضر شما عزیزان و منتظران حقیقی حضرت، و با امید این که در اسرع وقت در همین دوره ها چشم مردم عزیز ما به جمال نورانی حضرت منور بشه انشاءالله و شاهد ظهور باشیم. و تأکید میکنم، با عباس تکرار میکنم، در طول چند روز گذشته بارها اشاره کردیم که ما منتظر آمدن نیستیم، ما منتظر ظهوریم. ظهور حضرت برای ما مسئله و هدفه و حضرت بین ماست. حضرت نرفته اند که بیایند، منتظر آمدن نیستیم. ایشون هستند و نهضت رو در طول هزار سال گذشته ساماندهی میکنن. ثمره تلاش ایشون در درون مسلمین از اون قربت عظیمی که شیعه در زمان آغاز ظهور ایشون داشت تا جایی که امروز جمهوری اسلامی به وجود آمده و 39 سال عمر با برکت اون طی شده، که در هیچ عصر هیچ پیامبری و عصر هیچ امام معصومی 39 سال حکومت به نام دین شکل نگرفته بود. و امروز نهضت هایی که در سوریه، عراق، لبنان، یمن، نیجریه، بحرین، فلسطین و جاهای دیگه در دستور کار هست و علمای بزرگ دین یا مثل شهید نمر گردنشون زده میشه، یا مثل شیخ زکزاکی و شیخ عیسی قاسم در زندان هستن، یا مثل سید حسن نصرالله در مقابل دشمن میقرند، تمام اینها دستاوردهای نهضت خود حضرت هست و اینها نشانه های اینه که خود ایشون بین ماست و نهضت رو داره مدیریت میکنه. و همون گونه که از قربت عظیم دوره ائمه ما که دو تاشون رو با شمشیر شهید کردن، 9 تاشون رو با زهر و 12 به غیبت کبرا رفت، تا این عظمتی که امروز تشیع در جهان داره که قدرترین مستکبران عالم که در تاریخ هیچگاه در کره زمین چنین قدرتی که ایالات متحده امروز داره نه فرعونی ها داشتن نه نمرودی ها، هم بر فضا، هم بر اقیانوس ها، هم بر سطح کره زمین، هم بر فضای سایبر و اینترنت، هم بر سلاح‌های اتمی و تکنولوژی و علم، بر هنر و بر هر چیزی چیره هستن و همه ارکان و عناصر قدرت مادی رو دارن. اما تنها قدرتی که روبروی این جریان سلطه‌گر و هژمون جهانی ایستاده تفکر مقاومت اسلامی شیعه هست و این نیست مگر اینکه خود حضرت در بین ما هستند و نهضت رو به جایی رسوندن بعد از هزار سال که نه تنها جمهوری اسلامی به وجود اومد، بلکه امروز در بیش از 15 و 20 کشور مقاومت اسلامی به گونه‌ای حرفه‌ای و زیبا داره جلو میبره نهضت رو که ما در آینده نچندان دور شاهد جمهوری های اسلامی متعددی خواهیم بود. ولذا ما منتظر ظهوریم، یعنی ایشون بین ماست، بر میخیزن، ظاهر میشوند، ما منتظر این ظهوریم، نه منتظر این که بیایند. چون اگر ما دم در ایستاده باشیم، مهمان ما در حال آمدن باشه، ما در آمدن او هیچ دخل و تصرفی نداریم، نمیتونیم تسریع کنیم که هواپیمای او کی برسد، قطار او کی برسد، اتومبیل او اگر صدمه خورده باشد مثلا پنچر شده باشه، بنزین تموم کرده باشه، ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم تا این زودتر بتونه بیاد. اما شیعه چرا در ظهور امام خودش مؤثره؟ چون امام بین ماست و ما باید او را همراهی کنیم. همونطوری که قرآن بارها فرموده و صدوا عن سبیل الله، کسانی هستن که راه خدا رو سد میکنن، راه انبیا و ائمه رو و راه قرآن رو سد میکنن. هنگامی که حکومت دینی هم شکل میگیره، کسانی هستن که مأمورن که راه حق رو سد کنن، نفوذ میکنن، مصادر امور رو دست میگیرن و کارها رو به تعویق میندازن. جمهوری اسلامی در 39 سال گذشته باید خیلی بیشتر از این موفق میبود، هم در داخل در مورد ملت خودمون، هم در تحقق آرمانهای مهدوی در سطح جهان و تحقق بیداری اسلامی بیرون از دامنه جهان اسلام، نه فقط در درون جهان اسلام. یعنی الان ما باید در شرق و غرب، در
آمریکا و اروپا، در چین و ژاپن، در سراسر دنیا، همونطوری که در لبنان و فلسطین و سوریه و عراق و یمن و نیجریه و جای دیگه موفق بودیم و موثر بودیم، باید موثر می بودیم. اما وادادگان و در واقع عناصر و ایادی که زمزمه ها و وسوسه های ابلیس رو میشنوند، همواره مصادر امور رو دست گرفتن و نهضت رو منحرف کردن. صدر اسلام هم همین اتفاق افتاد. در صدر اسلام هم ما متاسفانه دیدیم که با وجودی که رسول جلیل القدر الله حضور داشتن، کسانی دور ایشون رو گرفتن و بعد از ایشون کسانی نهضت رو زمین زدن، کسانی علی رو خانه نشین کردن و کسانی بعدن مصادر رو در اختیار گرفتن و امام حسین رو به شهادت رسوندن و کسانی در دوره اولا امویان سپس عباسیان مسیر رو به جایی بردن که غیبت کبرا ضرورت پیدا کرد. خوب به این نکته عنایت داشته باشن، به خصوص دوستان جوان حاضر در جلسه. در سال 1161 هجری قمری که میشه 59 شمسی، 59 سال از عمر اسلام داره میگذره، معاویه میمیره و به جاش یزید میاد و همون اول میگه حسین باید با من بیعت کنه، حضرت نمیپذیره و ماجرای کربلا پیش میاد و حضرت شهید میشه. 59 سال از عمر اسلام بیشتر نمیگذره، 61 هجری. ابن عبدالحدید میگه که معاویه وقتی در این سال مرد 42 سال استاندار سوریه و اردن و لبنان و فلسطین بود. یعنی عمرش چقدر بوده؟ از کل این عمرش 42 سال این تو جامعه اسلامی نفوذی بوده. یعنی قبلش اگر فرض کنیم 60 سالش بوده، 70 سالش بوده، 16-17 سال، 20 سال اول عمرش همراه پدرش ابو سفیان داشته علیه پیامبر می جنگیده نظر اسلام شکل بگیره، تا زورکی آمده خودش و پدرش و دیگران آمدن مسلمان شدن، فوری در نظام اسلامی زمان پیامبر و بعد از پیامبر فوری مسئولیت گرفتن. همین اشتباهات و مشکلاتی که تو دوره امام راحل پیش اومد، تو دوره مقام معظم رهبری پیش اومد و ما کوتاه اومدیم، یعنی اغماز کردیم. نفوذی هایی مثل جریان منتظری، نفوذی هایی مثل جریان بنی صدر، جبهه ملی، نفوذی هایی مثل جریان بازرگان. جمهوری اسلامی اگر امروز انحراف هایی دارد که یک قلمش اشرافیت، یک قلمش عناصر زر و زور و تزویره، بابت اینه که نیروهای انقلاب در مبحثی که امام میفرمود اسلام ناب، نسبت به تحقق اسلام ناب کوتاهی کردن. بزرگان در حوزه علمی کوتاهی کردن، نیروهای انقلاب و بسیجی ها کوتاهی کردن، عناصر فکری و فرهنگی کوتاهی کردن. جریان نهضت آزادی آمد اول انقلاب کارو دست گرفت، سال بعدش که سر قضیه ماجرای لانه جاسوسی روبروی امام ایستاد و استعفا داد، بعدن کتابی نوشت بازرگان و اونجا گفتش که امام، ما ملیگراها، ما نهضت آزادی ها، اسلام رو برای ایران میخواستیم، امام ایران رو برای اسلام میخواست. ببینید مغلطه رو. امام میفرمود اگر ایران مهمه که مهمه و اگر جهان مهمه که مهمه، مردم ایران و جهان راه نجاتشون اسلامه. اما میومد میگفتش که عوام فریبانه، ما میخواستیم اسلام برای ایران باشه، ایرانی مهمه. اما امام میگفت ایرانی مهم نیست، ایران مهم نیست، ایران ایرانی برای اسلام مهمن. همین مسئله رو بعدن بنی صدر به شکل دیگه اجرا کرد. کتاب اقتصاد توحیدی نوشته بود، میومد توی تلویزیون اقتصاد توحیدی درس میداد به عنوان رئیس جمهور اول. اما لیبرالیسم پیاده میکرد که عامل فرانسه بود دیگه، عامل سرویس‌های اطلاعاتی غربی بود. مرحوم منتظری فرد ساده لوحی بود که امام میفرمود فقیه عالی قدر در علم، اما در سیاست امام فرمود تو بعد از من کشور میدی دست لیبرال ها. امام ایشونو کنار گذاشت و اونجا فرمود تا من زنده هستم نخواهم گذاشت این مملکت دست لیبرال ها بیفته. خب امام از چنگ مهدی بازرگان و بنی صدر و منتظری انقلاب و نظام رو نجات داد. خود رهبر معظم انقلاب هم همینطور. ایشون هم در دورهای مختلف تقابلش با جریاناتی که سعی کردن نظام رو حل کنن در نظام سلطه و غرب رو برگردونن و به تعبیر ایشون انقلابیون پشیمان، انقلابیایی که پشیمان شدن، این بلا سر اسلام در صدر اسلام آمد و کسانی مثل امام حسین شهید شدن بابت همین قضیه. مقصر کیا بودن؟ کسانی روز اول روحی انقلابی داشتن. خوب به این نکته دقت کنید. همیشه جوانای دانشجو سر به اصطلاح تو مباحث تو دانشگاه از ما میپرسن که آقا این جمهوری اسلامی چه مشکلی داره که هر کی توش میشه رئیس جمهور و وزیر و وکیل خراب میشه و سر میخوره زمین، بعد دوچار مشکل میشه با نظام. آیا نظام مشکل داره؟ اسلام مشکل داره یا این آدما؟
مثال من ساده است، میگم ببینید امام علی فرزندشون امام حسن علیه السلام و فرزند دومشون امام حسین علیه السلام، شمر سرباز امام علی بود در جنگ هایی که امام علی داشتن. یه سربازی بود خیلی هم خوب شمشیر میزد، شمر. به امام حسن مجتبی که رسید شد فرمانده سپاه، سردار شد، شد فرمانده گورهان، گردان، تیپ، ارغفل، لشکر، چه میدونم. امام حسن بهش دستور میداد این سپاه امام حسن رو در یک سمتی هدایت میکرد. به امام حسین که رسید شد قاتل امام حسین. نفس امام علی و امام حسن بهش خورد، اما آمد توی قتلگاه نشست روی سیره امام حسین، نفس امام حسین رو برید. این انقلابی ها که وقتی میان در فرایند امتحان الهی فرو میریزن و روبروی امام قرار میگیرن، سر امام رو میبرن، اینها کسانی هستن که یه روزی حضرت آقا میفرمود ریزش ها و رویش ها، که در هر حرکتی از انبیا و ائمه و دور انقلاب اسلامی ریزش هایی داریم و رویش هایی. مشکل کلیدی و اساسی اینه که قواره ریزش ها و رویش ها تبیین و تدقیق نشه که چرا این اتفاق میفته، چرا شمر قاتل امام حسین میشه، چرا معاویه میاد نفوذ میکنه و بخش عمده ای از جهان اسلام رو میگیره دست خودش، 42 سال فرمانداری میکنه و اصلا وقتی حضرت امیر به حکومت میرسه نمیپذیره حکومت حضرت امیر رو. این که میگیم ناکسین قاستین مارقین بابت بیعت بود، ناکسین بیعت بستن و شکستن، نکسه در عربی یعنی شکستن عهد و پیمان، اینا ناکس بودن یعنی پیمان بستن شکستن. مارقین که حضرت رو شهید کردن خوارج، اینا پیمان بستن ولی گفتن تو اسلام رو اینجوری که ما میفهمیم نمیفهمی، باید تو رو از سر راه برداریم تا اسلام نجات پیدا کنه. اونا پیشونیاشون پینه بسته بود، صبح تا شب قرآن تلاوت میکردن. آستین کسایی بودن که اصلا از اول پیمان نبستن، یعنی معاویه. امروز خیلی ها در جمهوری اسلامی هستن که پیمان با امام راحل و مقام معظم رهبری بستن و شکستن، یعنی ناکسن. خیلی ها هستن که متحجرن، پیمان با امام راحل و حضرت آقا بستن اما سجادهشون رو بردن جلوتر پنگ کردن، میگن که نه اینجوری که ما میفهمیم اسلام رو درسته، متحجری. یه درصد و گروهی هم هستن که از روز اول نبستند، باور نداشتن امام رو، باور نداشتن آقا رو، ولی الان تو صحنه هستن، مسئولیت هم دارن، تایید هم میشن توسط نهادهای نظارتی، خیلی جا هم حضور دارن. همان چه که در دوره انبیا رخ داد، سپس در دوره ائمه رخ داد، امروز هم داره در جمهوری اسلامی رخ میده. قواعد تکراریه، همونه. مهم اینه که کسی بصیرت داشته باشه، صحنه رو همونطوری بتونه بشناسه و ببینه. زخارف دنیوی و سازوکارهایی که اینا رو به اینجا میرسونه، عافیت طلبی و راحت طلبی و راحتی خواهی که در دوره امام علی علیه السلام مرسوم بود. حضرت میگفت بریم جهاد، میگفتن الان هوا گرم تابستونه. بریم جهاد، نه الان زمستونه موقع برداشت محصوله. بهانه میآوردن. سراسر نهج البلاغه رو ببینید، تلخی نهج البلاغه در لعن و نفرینی که حضرت نسبت به مردم دوره خودش تون قضایا میکنه بابت چیست؟ بابت این راحت طلبی و عافیت گرایی. الحمدلله امروز مردم ما این حس و روحیه رو ندارن، بالاخره اکثریتشون ندارن، یه درصد اقلیتی هستن که پرشه سوارن و سگ بغلن و سازوکارهای خاص خودشون رو دارن و آنتالیا و پاتایا و نمیدونم لاس وگاس و اینجور چیزاشون سر به اصطلاح موعد که شد برقرار باشه، هواپیمای پن پیکری هم باشه ببرنشون تو شمال تهران، هم به اصطلاح سازوکارشون مرتب باشه، کاخشون و همه این مواردشون، پهنای باندشون، همه این موارد باشه، مشکل دیگه ای ندارن. اما جامعه ای که امروز در چنین حال و هوایی حجم عظیمی از جوانانش میان ثبت نام میکنن که برن سوریه بجنگند و به شهادت برسن، مردان جوان و رشیدی که همسر جوانشون رو میگذارن، نوزادشون رو میگذارن و بلند میشن میرن که از حرم حضرت زینب سلام الله علیها، از حضرت رقیه سلام الله علیها دفاع کنند، این حکایت از یک سازوکار دیگه داره که ما اون محدودیت ها و مشکلات زمان حضرت امیر رو نداریم. کربلایی رخ بده امروز 72 نفر تو صحنه‌اش نیست و اگر عاشورایی بشه شرایط، جمعیت عظیم میلیونی برای ایثار از مردان و زنان جامعه ما تو صحنه هستن. اما درس تاریخ انبیا، درس تاریخ ائمه برای ما حائز اهمیت. امروز هم که یک هفته مونده به
جشن دوازدهم جمهوری اسلامی و دوازدهمین جمهوری رو مردم ما میخوان جشن بگیرن و رقم بزنن، یک نکته کلیدی وجود داره، اونم اینه که دیگه چیزی به نام اصلاح طلب و اصولگرا در جامعه ما معنی نداره. همونطوری که فرمود، انقلابی و غیر انقلابی است. یا افراد انقلابی هستن یا غیر انقلابی. غیر انقلابی رو ما بهش میگیم لیبرال، چون توده مردم غالبا اهل تحول و اهل تغییر و اهل انقلابن. اما یه اقلیتی هستن، یک گروهی هستن که شم لیبرالی دارن و لذا همون دعوایی که اول انقلاب با بازرگان بود الان هم هست، همون دعوایی که اول انقلاب با بنی سعد بود الان هم هست، همون دعوایی که با منتظری بود الان هم هست، همون دعوایی که با دولت سازندگی بود الان هم هست، همون دعوایی که با دولت اصلاحات بود الان هم هست. پس چیزی به نام اصولگرا اصلاح طلب دیگه وجود نداره. افراد به دو دسته تقسیم میشن، یا انقلابی یا غیر انقلابی، و فرمود در مقابل جریان غیر انقلابی درون نظام بایستید. این که یک گروهی 4 سال پیش آمدن، انگار در آسمان باز شده، اینا سقوط آزاد کردن سال 92 داخل ایران، قبلش تو ایران نبودن، انگار 8 ساله دوره سازندگی و آقای هاشمی اینا وزیر و وکیل نبودن، آقای جهانگیری وزیر نبود، آقای آخوندی وزیر نبود، آقای نعمت‌زاده وزیر نبود، آقای زنگنه وزیر نبود، آقای روحانی دبیر شورای عالی امنیت ملی اون دولت نبود. این آقایون که اون 8 سال که کار دستشون بود، پدر مملکت رو درآوردن آخر دوره آقای هاشمی، دستاورد تورم 50% و بدتر از همه 6 ماه آخر دوره آقای هاشمی در آبان 1375 آمریکا قانون داماتور رو علیه ایران تصویب کرد. این قانونی که الان برش نداشتن و هیچ کشوری حق نداره در ایران 20 میلیون دلار بیشتر در زیر ساخت صنایع ایران به خصوص در صنعت نفت و گاز سرمایه گذاری کنه. اون فاجعه ها که رخ داد که اساساً روی کار آمدن جریان دوم خرداد و جریان خاتمی در واکنش به عمل منفی دولت آقای هاشمی بود، در واکنش به عمل اون ساختارهای اقتصادی غلط دوره آقای هاشمی بود، ساختارهای سیاسی غلط دوره آقای هاشمی بود. یعنی جوری تنگ اومده بود شرایط بر مردم که مردم یک دفعه فوران کردن و قضیه دوم خرداد پیش اومد، خاتمی اومد سر کار در واکنش به هاشمی. اینا چیا که علیه هاشمی نمی نوشتن؟ گنجی نشسته بود مسلب کتاب می نوشت، عالی جناب سرخپور، تلقی فاشیستی از دین، از این دست موارد. اما چی شده که الان دوتاشون با هم یکی شدن؟ دوباره 8 ساله دوره خاتمی هم همینا بودن، همین آقای جهانگیری اون موقع تو دوره آقای خاتمی هم وزیر بود، همین آقای نعمت‌زاده، همین آقای زنگنه وزیر نفت دوره خاتمی بود که کرسنت رو گذاشت توی سفره این ملت. این آقایون 16 سال کشور دستشون بود، لیبرالیسم رو پیاده کردن، در واکنش به لیبرالیسم اونها مردم یه دولت دیگه رو در سر کار آوردن. آمده اینجوری جا انداختن که ما تو این 8 سال نبودیم، ما کلا تو این مملکت از روز اول انقلاب نبودیم، از آسمان سقوط آزاد کردیم سال 92 آمدیم میخوام همه چیز رو اصلاح کنیم. مدام هم میگن اون 8 سال گذشته همه چی ویران شده، ما داریم آوار برداری میکنیم. خب این بی‌انصافی ها به خودشون بر میگرده. شما با یه رئیس دولت مشکل دارید، با دو تا وزیر مشکل دارید، در هر دوره 3000 تا مدیر هست. وقتی که الان این برق روشنه، ما میدونیم یه کسی در اداره برق این وزارت نیرو داره کار میکنه. اگر ما با رئیس این دولت مشکل داریم، همه این دولت رو ببریم زیر سوال، خب این کسی که این برق روشن نگه داشته معلوم میشه داره کار میکنه. اون یکی که آب توی لوله هست رو میبینیم که اداره آب داره کار میکنه، اداره گاز داره کار میکنه. بی انصافیه که کسی بیاد بگه آقا خب به قول معروف مطلق اینا ویران کردن، ما داریم آوار برداری میکنیم. خب 3000 تا مدیر بوده، فرماندار بوده، مدیر کل بوده، استاندار بوده، دیپلمات بوده، وزیر بوده، وکیل بوده. حالا شما با یه نفر، 10 نفر، 20 نفر مشکل داری، وقتی میگی تون 8 سال ویران کردن ما داریم آوار برداری میکنیم، خب امروز کار این مدیر تو هم به چش نمیاد که توی مناظره هفته پیش آخرش گریه کرد، آقای روحانی گفتش که یعنی دولت من هیچ کار خوبی نکرده که شما بخواید بگید، مگه دولت قبل از شماها هیچ کار خوبی نکرده بود که شما همه چیزشو میبرید زیر سوال؟ به قول یه بنده خدای میگه آقای دو تا رئیس جمهور قبلی و فعلی رو بذارید رو هم تو تلویزیون مناظره کنن دیگه، اینقدر اینا هی مدام از گذشته در واقع نقل قول نکنن. پس ببینید، ما همون مشکلات رو که با بازرگان داشتیم، با بنی صدر داشتیم، با منتظری داشتیم، با هاشمی داشتیم، با خاتمی داشتیم، امروز هم با همین دوستان داریم. دعوای انقلابی لیبرال هنوز روزای اول انقلابه، هنوز روزای دفاع مقدسه، هیچ تغییری نکرده.
قیافه های نسل قبلی ها که ما بودیم فقط تمام شده، پیر شدیم، موامون سفید شده. شما ها جوان ترید، اون روزا رو یادتون نمیاد. کلن قاعده همونه، هیچی تغییر نکرده. لیبرالیزم میگه آقا آمریکا لیبراله، ما باید بشیم جمهوری لیبرال، زوب بشین در نظام سلطه. حزب را میندازن زیر عبای آقای هاشمی به اسم حزب لیبرال دموکرات سازندگی. این حزب سخنگوش حسین مرعشی، برادر خانم آقای هاشمی، میاد 10 سال پیش سال 86 مصاحبه میکنه با مجله ذکر، میگه ما لیبرال دموکراتی، همونی که امام گفتش که من تا من زنده هستم نخواهم گذاشت مملکت دست لیبرال ها بیفته. امروز آقای جهانگیری در واقع عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران، یعنی حزب لیبرال دموکرات، حزبی که اساسا امام مواجهه با اینا رو برای خودش رسالت میدونست. رهبر معظم انقلاب ایستادگی رو بر اینا رو برای خودش رسالت میدونست. اصلا لیبرالیسم به معنی پدیده منحط، حالا این کلمه رو چون خیلی بعضی وقت دوستان فکر میکنن فلسفیه، ساده است. لیبرالیسم نفی شریعته، میگن لیبرالیسم یعنی آزادی. آزادی از چی؟ حرام. واجب پایینتر از حرام، مکروه پایینتر از واجب، مستحبه. یه حد وسطی وجود داره به نام مباح، انجام بدیم انجام ندیم، نه ثوابی داره نه عقابی داره. اگر کسی به شما گفت هیچ حرامی نیست، هیچ مکروهی هم نیست، هیچ مستحب و واجبی هم نیست، همه چیز مباحه، هیچی مکروه نیست، هیچی مستحب نیست، هیچی حرام نیست، هیچی واجب نیست، همه چیز مباحه، کسی که اینجوری فکر کنه بهش میگن اباحه‌گر. آزاده، قبول دارم، این از چی آزاده؟ از حرام و حلال. روزه بگیریم، آقا ولش کن، برای چی روزه بگیریم؟ نماز بخون، نه آقا برای چی نماز بخونیم؟ ربا سر، آقا برای چی؟ ببینید کس که اینجوری میگه برای چی، این ولش کن برای چی، در ادبیات فلسفی لیبرالیسم میشه لسفر. لسفر یا به قول همون خود فرانسوی لسفر به معنی اینه که ولش کن. حرام، آقا ولش کن، مثلا انجام بده. واجبه، باید انجام بده. نه آقا ولش کن. اگر کسی اومد در جامعه گفت حجاب، آقا ولش کن. مشروب میخورن حرام، ولش کن. ربا میخورن، ولش کن. مردم آزاری میکنن، حق آقا و اینکه ولش کن ولش کن ولش کن ولش کن، لسفر 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 میشه چی؟ میشه لیبرالیسم. آزاد از هر قید و شرطی که خدا در حوزه شریعت رقم زده. اما مؤمن کارش چیه؟ والحافظون لحدود الله. انتهای آیه 112 سوره توبه اینه دیگه. مؤمن 9 تا ویژگی داره، نهمین ویژگیش اینه والحافظون لحدود الله. حدود الهی چیه؟ دو دسته گارد ریلای دو طرف جاده. این کارو نکن، این کارو نکن، این کارو نکن، این کارو نکن، اینا میشه چی؟ ستون این طرف جاده. این کارو بکن، این کارو بکن، این کارو بکن، میشه ستون این طرف جاده. دو دسته گارد ریل ها، اگر در جاده این دو دسته گارد ریل ها نباشه، ما به یه دونش بخوریم میریم میفتیم تای دره. یه دونش کافیه تا ما نابود بشیم، یه دونش. چه این کارو نکن باشه، چه این کارو بکن. وقتی که حدود الهی در نوردیده شد، حفظ حدود الهی صورت نگرفت، جامعه حتما نابود میشه، حتما نابود میشه، شک نکنید. از این رو حدود رو در بیرون خدا تعریف فرموده، حفظ حدود الهی ویژگی مؤمنه. اگر شما لیبرال شدید، دور از جونتون بلا نسلتتون، شما حدود الهی رو رعایت نمی کنید. امام با این مخالفه، مقام معظم رهبری با این مخالفه، چون اسلام با این مخالفه. این یک. دو، در درون ما میزانیست. لا تتخوف المیزان. بیرون حدود الهی، درون ما میزان. لا تتخوف المیزان. چرا میگیم رودخونه طغیان میکنه؟ رودخونه یک مسیلی داره که سیل داخل اون حرکت میکنه. اگه از یه حدی آب بالا بزنه میگیم طغیان کرد، کشت و زرع و روستا و پل و جاده رو شستشو میکنه میبره. میگه بابا سیل اومد از حد رودخونه اومد زد بالا، طغیان کرد. طغیان یعنی چی؟ طاغوت یعنی چی؟ من یک حدی دارم در بیرون، حدود الهی، یک اندازه‌ای در خودم دارم، اسمش میزانه. وقتی در میزان خودم طغیان کردم، اینجا میشم طاغوت. یا ولایت مال الله است یا ولایت مال طاغوته. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. الله ولی مؤمنه، میگیره از ظلمات میبرش به سمت نور. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. برعکس والذین کفروا، اونایی که کفر می‌ورزن یه دونه ولی ندارن، اولیاءهم الطاغوت. خیلی ولی دارن، ولیهای زیادی دارن، اولیاءهم الطاغوت، طاغوت‌ها ولیشونه. یخرجونهم من النور الی الظلمات، برعکس از نور سقوط می‌کنن به ظلمت. این مشکل ماست. لیبرال کسیه که
طغیان میکنه در حدود در میزان خودش میشه طاغوت و در حدود از حدود الهی تخطی میکنه. کسی که از حدود الهی هی بره بیرون میگیم آقا طرف از شونه جاده رفته بیرون افتاد پایین میشه فسق و فجور. فسق و فجور یعنی چی؟ یعنی کسی که از حدود الهی هی میره بیرون. فاسق و فاجر کسی است که گاردریل های جاده دین رو در مینورده. لیبرال یعنی این. خب به نظر شما چنین کسی رو امام راحل، چنین فکری رو، چنین اعتقادی رو امام راحل بعد روبروش کوتاه می اومد، مقام معظم رهبری بعد کوتاه می اومد. لذا لیبرال ها مشرکینی هستند، کفاری هستند، مفسدینی هستند، فاسقین و فاجرینی هستند که جوهرشون طاغوته، طغیان کردن، از میزان خودشون طغیان کردن. لذا حکم قرآن اینه لا تطغوا فی المیزان، در میزان خودتون طغیان نکنید. آیت طغیان سیل رودخونه است دیگه، میگه بابا طغیان کرده رودخونه، دیدید ویران میکنه همه چیز رو. اینم وقتی در ما طغیان کرد ویران میکنیم. حالا این ویرانگرها بیان بشن وزیر و وکیل و چوچه، طرف میره مثلا میشه وزیر، میره تو مجلس میگه من 700 میلیارد ثروت دارم. خب این اگر فیش نجومی میگرفت از 30 سال پیش تا الان از 1365 تا 1395 به عنوان مقام مسئول، این 20 میلیون دلار، 20 میلیون تومان، 20 میلیون تومان ناقابل، اون روز 30 سال پیش معلم حقوقش 2000 تومان بود، این 20 میلیون تومان حقوق میگرفته تا الان همین فیش نجومی 20 میلیون تومانی رو حفظ میکرده، هیچی نمیخریده، خونه نمیخریده، ماشین نمیخریده، غذا نمیخورده. 20 میلیون تومان از 30 سال پیش تا الان حقوق میگرفته میشده چقدر؟ میشده عددی معادل 7 میلیارد خورده‌ای، ثروتش میشده 7 میلیارد. اما الان طرف 700 میلیارد ثروت داره، یعنی این چند برابر اون حقوقش. خب چجوری؟ پس مسئولیت برای این بوده که این جیب مبارک رو پر کنه. آیا این با سازوکاری که علی علیه السلام مد نظر داشته موافقه؟ از این رو ببینید. پس دوستان عزیز، ما یک نکته کلیدی داریم، حفظ اسلام و انقلاب. امام فرمود از اوجب واجبات، از مثل نماز، حتی از نماز بالاتر. حفظ جمهوری اسلامی از اوجب واجباته، یعنی برای حفظ جمهوری اسلامی هر کاری میشه باید مؤمن انجام بده. دیدید این بیخاصیت هایی که اصطلاح میگن آقا نماز که میخونیم الحمدلله، روزه هم که میگیریم الا ماشاءالله، حج هم که میگذاریم خدا قبول کنه انشاءالله، الا برکت الله. ما میمونیم با این که ببین در مورد جناهای سیاسی و سیاست و اسرائیل و فلسطین و آمریکا و این و اون حرف نمیزنی ها. مجلس برای امام حسین برگزار کردیم، تشریف بیارید سخنرانی بفرمایید، مبادا از مقام معظم رهبری بگویید. الان تو تهران پر از این هیئت و از این مسجدها و از این حسینیه ها. در مورد جناهای سیاسی نگو، در مورد اصل کارکرد دین که قصه نگو، در مورد مناسبات اجتماعی اسلام نگو، در مورد مقام معظم رهبری نگو، در مورد به اصطلاح اسرائیل و آمریکا نگو. شرط میذارن برای اون عالم دینی که میخواد ده شب بره منبر، پول میدن. اصلا به هیئت های گوشه کنارهای محله ها پول میدن، میگن ببین ما پول میدیم هیئتتون رو پا بمونه تو ده شب، فقط ببینید به یه شرط، مقام معظم رهبری نمیگید، از سیاست نمیگید، از اسلام نمیگید. این دینداری همون دینداری است که حسین رو میبره توی مسلخ و مذبح توی قتلگاه به شهادت میرسه. به شما رو تهران رانندگی کنید، یه ماشین 800 میلیونی 700 میلیونی میبینید داره عبور میکنه، یه خانوم به شدت متدین پشت فرمونه، چادر و مقنعه پشت فرمون، خدا قبول کنه تو ماشین مثلا 700 800 میلیونی، ایشون عینک هم زده، عینک آفتابی که چشای مبارک و ابروی مبارک هم دیده نشه. خیلی ممنون، بسیار عالی خانم، شما خیلی حجاب رعایت کردید. دستکش هم داره که دستای مبارک هم دیده نشه. حتما حاج آقای این حاج خانم همه جور دعا و مراسم هم تو منزلشون برگزار میکنه، تو حجرشون و تو بازار هم همه جور خرج ها میکنه، انواع حج ها هم میره تمتع و نمیدونم چه و چه و. اما این دینداری به درد شمر میخوره. این که تو ماشین 600 میلیونی سوار بشی، جامعه اسلامی صدها جوان دختر و پسر امکان ازدواج نداشته باشن، این چه دینداریه؟ از این افراد این چنینی زیاد داریم، اینا هیچی از اسلام نفهمیدن. کار کرده دین عبادت نیست، عبادت مسئله شخصی ماست، نماز و روزه و حج ما مسئله شخصی ماست، اینا عباداته. کار کرده دین تو اجتماعیاته، یعنی چی؟ توی قسم.
کارکرد این میکروفون اینه که صدای منو بگیره بده به آمپلیفایر، آمپلیفایر از طریق باندها منعکس کنه. اگر این کارو نکنه میکروفون که میکروفون نیست. دین چیه که اگر اون نباشه دین نیست؟ قسط. قسط یعنی سهم هر کس هر چی هستش بپردازی و سهم هر کس هر چی نبوده ازش پس بگیری. اگر کسی در جمهوری اسلامی، در نظام اجتماعی اسلامی مسئله و دغدغش قسط نباشه، بقیه اسلامش قبول نیست. رک. دین کارکردش قسطه. قسط توی قرآن روبروی ظلمه. ظلم یعنی سهم هر کس هر چی هست بهش نپردازی یا کسانی بیشتر از سهم خودشون بردارن. اینه که علامه جوادی آملی فرمود کارکرد دین یک کلمه است، قسط. و فرمود انبیا آمدن که لیقوم الناس بالقسط، مردم هر کجا هستید قیام کنید برای قسط. در مورد خانومتون، در مورد همسایتون، در مورد فرزندتون، در مورد اطرافیانتون قسط. سهم هر کس هر چی هستش پرداخته بشه و نگذارید کسی بیشتر از سهم خودش برداره. که فرمود اگر مهریه زنانتون کرده باشید من پس میگیرم. علی علیه السلام فرمود قسط کارکرد دینه. نبود قسط یعنی ظلم. ظلم چقدر بده؟ ظلم روبروی قسط. در اسلام ظلم رو میزنیم، قسط رو اقامه میکنیم. قسط از عدل بالاتره. عدل یعنی هرچی سر جای خودش. عدل یعنی هرچی سر جای خودش. نبود عدل یعنی جور. اما بالاتر از عدل یعنی قسط. سهم هر کس هرچی هست بهش پرداخته بشه و روبروی قسط میشه ظلم. انبیا آمدن که ضد ظلم باشن. عوام لیقوم الناس بالقسط، قیام کنید برای قسط. خواص قوام به قسط. آها، این خواص که قوام به قسطن کیان؟ کسایی که قسط دست اینا مونده، اینا باید توضیح کنن. عالم خاصیست، خیلی علم داره، علم تو خودش گرفته انبار کرده، مردم رو میذاره تو جهلشون بمونن. آقا این سهم مردمه، بده بهشون. ثروتمندیست، سیاستمداریست، قدرتمندیست. هر کس از نعمات الهی بیش از دیگران بهره‌منده، این باید قسط رو اعمال کنه. حالا مهمترین ویژگی در مورد قسط، در مورد قوامین، کسیست که میشه مسئول، میشه وزیر، رئیس جمهور، وکیل. اوست که باید جمله علی علیه السلام رو به کار ببره که اگر مهر زنانتون کرده باشه پس میگیرم. برادرش عقیل آمد گفت بابا من چشمام که نابیناست، ندارم، عیالوار هم هستم، یه چیزی از این بیت المال به من بده. خب این نمیدید که چشمش کور بود. علی علیه السلام این زغال رو برداشت برد نزدیک دستش. این دفعه دستش سوخت. چیکار میکنی؟ تو یه تیکه زغال نزدیک دستت شده، دستت داره میسوزه، نمیتونی تحمل کنی. چطور تحمل میکنی من به خاطر اینکه تمایز بین تو و دیگری قائل بشم؟ برادر دیگری نیستم، برادر تو هستم. میدونم تو عیالواری و کس دیگه تو کف جامعه هست که برخوردار نیست. بعد من برم توی جهنم بسوزم؟ قر کرد، بلند شد رفت تو دربار معاویه، شکم سیر قضا خورد. بس دید که نفایده نداره، گفتش که میرم با همون قسط علی میسازم. آیا امروز مسئولین جمهوری اسلامی با برادراشون اینجوری برخورد میکنن؟ با اطرافیانشون اینجوری برخورد میکنن؟ یا خودشون میشن هیزم جهنمی که بابت نسبتشون با برادران و اطرافیانشون دارن میسازن؟ گم شده بعضی از حرفای قرآن ما توی زمینه اجتماعی نزد مسئولین. ببینید چه خبره تو شهر، پوسترهایی که برای شورای شهر دارن میزنن. الان از این مسیر میومدم، همه در و دیوارو کردن پوستر، همه چنگ و دندون میزنن برن قدرت رو بگیرن، برن بالا، در دولت، در مجلس، در شورای شهر، در هر جایی. امام چی میفرمود؟ امام میفرمود حکومت ها میدان آزمایش مردان است. حکومت ها تشک کشتی و زمین فوتبالی است که مردان میرن اونجا محک میخورن. شهید چمران در مورد جنگ میگفت دیگه. شهید چمران میگفت که موقعی که شیپور جنگ نواخته میشه و صدای چکاچک شمشیرها بلند میشه، مرد از نامرد شناخته میشه. مرد اینی نیست که تیشرت تنگ میپوشه، حالا رفته پاور لیفتینگ، میاد اینجوری اینجوری مثلا برای ناموس مردم تو پیاده رو راه میره، عجب هیکله مثلا، سوس بندازی جلوش. راست میگه، بلند شو برو سوریه ببینم. خب هنگامی که شیپور جنگ نواخته میشه و صدای چکاچک شمشیرها بلند میشه، مرد از نامرد شناخته میشه. و هنگامی که حکومت به وجود میاد، حکومت دینی، میدان آزمایش مردانه. اما جمله تکانده دهنده تر امام این بود، خیلی جدی بود، اینو دوستان جوان حتما آویزه گوششون کنن. فرمود بیچاره کسی که خودشو نساخته باشه جامعه بهش رو کنه، عالمی که خودشو نساخته جامعه میاد بهش رو میکنه. سوال داره ازش.
سیاستمداری که خودشو نساخته، خودشو به رأی مردم میکسه. ثروتمندی که خودشو نساخته، حالا مردم بهش رو میکنن برای کار و اشتغال و پول و نیاز و اینها. بیچاره کسی که خودشو نساخته باشه، جامعه بهش رو کنه. کی اینو میگه؟ کسی که 63 سال خودشو ساخت، بعد فریاد زد. همه انقلابیون جهان تو 25 سالگی داد میزنن دیگه، تو 30 سالگی چگوارا، ماو، کاسترو، گریواس، لنین، تمام انقلابیون جهان اما 25 سالگی 30 سالگی دست و اسلحه میبردن و میزدن به کوه و بیابون. این 63 سال خودشو ساخت. مهمترین کتابش که تو 39 سالگی نوشت چیه؟ سر و صلات. راز این که سر سجاده نشستیم کی به کیه؟ چطور ادب حضور رو درک کنیم به ولایت الله برسیم؟ این هی جسمش داشت ضعیف میشد، قرآن میفرماد قلب قوی داشت، قلبش قوی میشد. 63 سالگی بلند شد مثل یک رهبر انقلابی 20 ساله داد زد، تبعید شد عراق. 80 سالگی انقلاب کرد. آقا 60 ساله ها که بازنشست میشن، 80 ساله ها که تو سرای سالمندانن. 80 سالگی انقلاب کرد، تا 90 سالگی این انقلاب رو رهبری کرد و در دفاع مقدس فرماندهی کرد. حالا لحظه آخر که داره سال 90 سالگی داره دنیا میره چی میگه؟ میگه با دلی شاد و ضمیری آرام و قلبی مطمئن به فضل خدا از خدمت خواهران و برادران مرخص میشوم. این انسان محصول قرآنه، این انسان محصول حیات طیبه مورد نظر 14 معصومه. با دلی شاد و ضمیری آرام و قلبی مطمئن به فضل خدا از خدمت خواهران و برادران مرخص میشوم. یک مجموعه گوشت و پوست و استخوان توی تخت بیمارستان تو موقعی که قلبش ناراحت بود بلند میشد میگفتش که آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند. 58 59 60 1396 هنوز آمریکا هیچ غلطی نتونسته بکنه. اینه، این نایبشه. خودش ظهور بفرماد چه خبر میشه؟ الان نگاه کنید با چه اقتداری. هفته پیش اومد تو دیدار معلم‌ها فرمود من از شورای نگهبان گله‌مندم. چرا برام میشید میرید سندی رو برمی‌دارید، سند 20 رو میارید اینجا 20 سر صدا امضا می‌کنید، 20 سر صدا پیاده می‌کنید؟ چرا کاری شورای عالی انقلاب فرهنگی، چرا کاری می‌کنید که ما مجبور بشیم بیایم دخالت کنیم، مجبور بشیم ورود کنیم؟ بعد فرمود اینجا جمهوری اسلامیه. آها، خیلی مهمه. این خیلی مهمه که یک مدیر تو جمهوری اسلامی بدونه که اینجا جمهوری اسلامیه. چه چیزی شأن جمهوری اسلامیه؟ اینجا یک مکان مقدسه، یک حسینیه است، یک عبادتگاه، یک زیارتگاه، یک محل دعاست، یک محل عزاداری برای معصومین عظیمه. شأن اینجا بعضی چیزا نیست. العیاذ بالله، مثلا اینجا فرض کنید زبون املال دیسکوتک را بندازن، بزنن برقصن فرض کنید، نیست. کسی که اینجاست خود به خود میگه آقا اینجا حسینی است، اینجا مسجده، اینجا عبادتگاهه. یه مدیرم باید اینجوری فکر کنه، باید میگه آقا اینجا جمهوری اسلامیه، هر چیزی رو که کفار و ملحدین و مشرکین و منافقین گفتن اونور مرزه که نباید بیاریم پیاده کنیم. که حالا یه اصلاح طلب خائنی بلند شده توی نمایندگی یونسکو تو تهران این کارو کرده، داده به رئیس جمهور، معاون اولش هم امضا کرده و وزیراش هم آموزش پرورش و امور زنان و چه و وزیر علوم و همه با هم به اصطلاح فیل هوا کردن. و خدا رو شکر که سایه امام بالا سر ماست تو این مملکت، ولی فقیه داریم. همه که خواب باشن تو مدیره جمهوری اسلامی نفهمن که اینجا جمهوری اسلامی ایرانه، نه جمهوری لایک فرانسه. او بیداره و میاد گره میندازه تو ابروهاش، میفرماد این چرا اینو امضا کردید؟ چرا بی سر صدا امضا کردید؟ بی سر صدا هم دارید پیاده میکنید؟ من گله‌مندم از شورای عالی انقلاب فرهنگی. چرا کاری میکنید که ما مجبور به مداخله بشیم؟ یعنی خودتون وظیفتون انجام بدید. بعد میفرماد اینجا جمهوری اسلامیه، مطلقاً این موارد سند 20 نباید اجرا بشه و پیاده بشه. امروز روز ملغا شدن کاپیتولاسیون در 1158 بعد از انقلابه. کاپیتولاسیونی که امام راحل علیهش فریاد زد، کاپیتولاسیون سیاسی آمریکایی‌ها در ایران که به آمریکایی‌ها اختیار تام میداد که تو ایران هر کاری میخوان بکنن. امضا شد، دیدم که توی افغانستان چند سال پیش امضا شد، تو عراق امضا شده. کاپیتولاسیون هر جا رو میگیرن اونجا کاپیتولاسیون امضا میکنن. یعنی اگر به تعبیر امام راحل یک سرباز آمریکایی شاه ایران رو زیر بگیره با ماشین، نمیتونه تو ایران محاکمش کنه، باید بره تو آمریکا محاکمه بشه. یعنی اینقدر یه ملتی مثل ملت آلمان بدبخته. ملت آلمان بعد از هیتلر
کاپیتولاسیون داره با آمریکا دیگه. آمریکایی‌ها تو آلمان هر کاری بخوان میکنن. برخلاف نظر هاشمی که میگفت اونا بودجه نظامیشون رو گذاشتن کنار رشد کردن، آلمان بودجه نظامی داره از زمان هیتلر به بعد، اما بودجه نظامیشو تصفیه میکنه میده به آمریکا، آمریکا ازش دفاع کنه. آمریکا کلی نیرو داره تو خاک آلمان تو پایگاه باتلتس. ژاپن که هاشمی میگفت که نمیدونم بودجه نظامیشو گذاشته کنار رشد کرده، ژاپن قبل از جنگی که با بمب اتم آمریکایی‌ها اونجا رو تسخیر کردن حدود 65 سال 70 سال پیش، ژاپن تکنولوژی عظیمی داشت، نصف آسیا رو گرفت اون جنگ. الان ژاپن بودجه نظامی بزرگی رو تصویب میکنه میده به آمریکا، آمریکا ازش دفاع کنه در مقابل کره شمالی. هی کره شمالی رو تحریک میکنه آمریکا، کره شمالی دوتا مانور میکنه، آمریکا میگه ای ژاپن، ای کره جنوبی، به من بودجه بیشتری بدید از شما دفاع کنم، این سلاح اتمی داره میخواد بزنه تو سرت. این بازی رو در آوردن، بازی اینا رو میبینید. تو اوکیناوای ژاپن 34000 نفر آمریکا نیرو داره. کاپیتولاسیون ژاپن، کاپیتولاسیون افغانستان هم همینطوره. افغانستان تا آینده دور که این کاپیتولاسیون هست باید همه چیزشو بده دست آمریکایی. عراق هم همینطوره. کاپیتولاسیون رو امام علیهش فریاد زد، تبعید شد. طلاب بسیار زیادی در فیضیه قم به شهادت رسیدن و اینجایی که الان شما کنار اتوبان قم رد میشید یه دریاچه‌ای هست، این دریاچه نمک نیست، دریاچه نمک بزرگتر اون پشته. این دریاچه اسمش حوض سلطونه. طلابی رو که تو مدرسه فیضیه ریختن پایین و به شهادت رسوندن، همه رو بار کامیونا کردن آوردن ریختن تو این دریاچه نمک. امام راحل تبعید شد، بعد از اینکه برگشتن، امروز سال روز اینه که در سال 58 سه ماه بعد از انقلاب کاپیتولاسیون تو ایران لغو شد. اول هفته گذشته کاپیتولاسیون فرهنگی رو مقام معظم رهبری زد هوا کرد. یعنی اون کاپیتولاسیون سیاسی بود، این کاپیتولاسیون فرهنگی، تربیتی، اخلاقی، اجتماعی، خانواده و غیره. ببینید وجود نعمت ولی فقیه چه میکنه. مردم با دست خودشون مجلس رو سر کار آوردن، این مردم با دست خودشون رئیس جمهور روحانی رو سر کار آوردن، این مردم سیستم رو با دست خودشون به وجود آوردن. اما با این وجود دموکراسی اگر امام و ولی نباشد، همینایی که برای مردم سر کار آمدن میتوانن فلاکت و بدبختی نسل‌های آینده این ملت رو رقم بزنن. و باید امام باشه، ولی باید باشه، چشم بیداری که بیاد بگه که چرا امضا کردید، چرا بی سر صدا امضا کردید، بی سر صدا هم دارید اجرا میکنید. راز این نکته رو که این مدیران میخورن زمین رو هم از دل قرآن اشاره کنم که بس ناقص نمونه، عنایت داشته باشن به خصوص دوستان جوان حاضر در جلسه. تا مادامی که ما نرفتیم مدرسه امتحان نداریم. بیرون مدرسه این بی سوادی، رفتیم مدرسه، آقا ما اومدیم مدرسه دیگه از ما امتحان نگیرید. حالا دیگه اومدیم مدرسه، نه اومدیم بعد ازت امتحان بگیریم که پله پله معلومه شه ابتدای راهنمایی دبیرستان رو طی کردی رسیدی به دیپلم، کنکور دادی. ما تا نرفتیم دانشگاه امتحان نداریم، رفتیم دانشگاه حالا واحد پشت واحد، درس پشت درس، لیسانس فوق لیسانس، دکتری پست دکتری، 12 سال مدرسه، 12 سال دانشگاه، 24 سال طرف خونده رسیده به اونجا معلومه یه مدارجی رو طی کرده. تا نیامدی ادعای ایمان کنی کسی باهات کار نداره. ادعای ایمان کردی خدا امتحانا رو شروع میکنه. احسب الناس، مردم حساب میکنن، انی یترکو، ترکشون میکنیم، ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. مردم حساب میکنن، ما تا اینا تا بگن ما ایمان آوردیم ترکشون میکنیم، میگیم خیلی خوب دمت گرم اومدی مدرسه، دیگه دیگه حل تو دیگه عالمی، نمیخواد ازت امتحان بگیریم. نه بابا، اومدی مدرسه تازه بعد بخونی و بعدم امتحان بدی، اومدی دانشگاه بعد بخونی و بعد تز بدی. اینطوری نیست. مؤمن که شدی تازه اول امتحانه تا بشی بهجت، تا بشی مثلا حسن باقری، تا بشی حسن تهرانی مقدم، تا بشی شهید بهشتی، تا بشی امام راحل رضوان الله تعالی علیه. اینا مراحل و مدارجی رو طی کردن به این نقاط عظیم رسیدن. اوناشون که شهیدن، این آلمان بزرگ که میشناسید و میبینید. لذا احسب الناس ان یترکو ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. چرا؟ شما رو با فتنه ها آزمایش میکنیم عزیزان. ما با فتنه ها آزمایش میشیم، به محک بخوره که کی به کی هستیم. لذا از اول انقلاب تا الان هی فتنه پشت فتنه، نتیجهش این شده که خیلی همون سقوط کردیم. مؤمن باید در ماشین زندگیش چراغ فتنه شکن داشته باشه. جاده مسیر زندگی یک مؤمن توأم با فتنه است. قبار فتنه که شکل گرفته باید مهشکن که هیچ، فتنه شکن داشته باشه، از فتنه ها عبور کنه. شمر از فتنه اول عبور کرد زمان حضرت امیر، از فتنه دوم عبور کرد زمان امام حسن، اما در فتنه سوم سقوط کرد.
نتونست تشخیص بده تو اون قبارها، جاده میپیچید، این نپیچید، رفت افتاد تو دره، سر امام حسین رو برید. منتظری امتحان شد، برید، بنی صدر برید، دوره آقای هاشمی خیلی ها بریدن، دوره خاتمی خیلی ها بریدن، دوره آقای احمدی نژاد خیلی ها بریدن، دوره فعلی خیلی ها بریدن. خدا عاقبت ما رو ختم به خیر کنه. یه روز شماها نرید مثلا پشت تریبون بگید این عباسی اینجا بود، اینجا بود، اینجا بود، خوب بود، اخ اخ اخ، اینجا تا با کله رفت مثلا ته دره. اینی که رسول جلال القدر الله سالها و ماهای آخر عمر مبارکشون تو قنوتشون میفرمودن که خدایا یک لحظه منو به حال خودم وامگذار. این باید در دوره حکومت دینی تک تک مردم و تک تک مسئولان این دعای قنوتشون باشه که ما اگر قرار اتفاقی برامون بیفته تو نفسانیاتمون که بشیم وسط دو ان سبیل الله، راه خدا رو سد کنیم، حرف امام مسلمین رو زمین بذاریم، او از ما گلمند باشه، بیاد بگه من گلایه دارم از شورای عالی انقلاب فرهنگی، خیلی بد امام جامعه از ما. ما مقام مسئول شدیم، حکم داریم، رفتیم کارو دست گرفتیم، آقا دیدی دولت داره منحرفه این کارا رو میکنه، بیا بیرون یه تریبون یقتو چاک کن، داد بزن. شهید مطهری فرمود مسئله ما اینه که در تمام تاریخ تا دلتون بخواد دانشمند، فقیه، فیلسوف، متکلم همه چی بوده، آنچه کم بوده مصلح بوده. انبیا مصلح بودن، ائمه مصلح بودن، عالم باید مصلح باشه. خودش مصلح بود دیگه، شهید مطهری شهادتش به خاطر این بود که مصلح بود که مفسدین شهیدش کردن. جوادی عاملی میاد حرفو میبره جلوتر. جوادی عاملی میاد میگه آقا وظیفه این نیست که ما فقیه و متکلم و مفسر و غیر و ذلک تربیت کنیم، اصلی ترین وظیفه در دین اینه که منذر تربیت کنیم. انبیا کارکرد عملشون چی بود؟ ما تو رو رسول قرار ندادیم الا مبشرن و نذیرا. انبیا بیایید بشارت بدید و انذار، که این کارو نکنید، بشارت بدید که بهشته و این کارو بکنید. خیلی خوب، وظیفه تربیت منذره. منذر کسی که میگه این برو نرو، میفتی توی چاه، این طرفو نرو، این مشکل پیش میاد. انذار دهنده، آقا شدی مسئول، خبر داری که داره چه فجایعی رخ میده توی سیاست‌های درونه این شورا، اون شورا، این وزارتخونه، اون دستگاه، گوش نمیکنه اون مقام مسئول، بیا برو به افکار عمومی بگو. اینا از افکار عمومی میترسن، چون از افکار عمومی میخوان رأی بیارن. بیا بیرون یقتو چاک کن، سر و صدا کن، داد بزن، انذار بده. انبیا بابت انذار شهید شدن، تک تکشون. ائمه بابت انذارشون شهید شدن. در عصر علی علیه السلام منذری مثل ابوذر تبعید شد بابت انذار. هر روز میرفت انذار میداد، هر روز کتک میخورد، گفتن آقا این چی میگه؟ علی علیه السلام اگه لازم باشه خودش میاد داد میزنه، این چرا میفته جلو؟ موقعی که تبعیدش کردن به ربزه گفتن هیچ گیغ نداره بدرقه این بره. حضرت امیر علیه السلام امام حسن و امام حسین رو برداشت، اومدن سه نفری بدرقه. داماد خلیفه گفت چیکار داری؟ قرار شده کسی نیاد اینو بدرقه کنه. شلاقش رو زد، حضرت شلاق ازش گرفت زد تو سر خودمون. تا دم در آمد بدرقه کرد حضرت ابوذر رو. تایید امام، تایید ولی از اینکه تو تمام این مدت داشتی میومدی کتک میخوردی، حرف ما رو داشتی میزدی. یه موقعی امام جامعه نمیتونه بیاد، خب وقتی عباسی تریبون داره چرا باید بذاره امام جامعه بیاد بگه که چرا این کارا رو میکنید که ما مجبور بشیم وارد بشیم؟ همه چی باید بریزه رودش امام جامعه؟ آقا بیا دو تا داد بزن سر مسئولین، مردم رو بشورون علیه سیاستمدار خائنی که میره بی سر و صدا امضا میکنه سند بردگی یک ملت رو و برای دهه های آینده بدبختی به وجود میاره. بیست رو بروش، مگه این دنیا چقدر میارزه؟ تهش اینه که تو این دنیا مثلا تو این ساختاری کسی رو بگیرن بکشنش دیگه. ما که اصلا برای کشته شدن آمادیم، اصلا مگه قرار تا ابد توی عالم مادی مونده؟ دنیا رو میخوان بگیرن، خب بگیرن. جان آدم رو میخوان بگیرن، خب بگیرن. مگه انبیا و ائمه ما به خاطر احقاق حق و به خاطر انذاری که دادن به شهادت نرسیدن؟ مگه ما خیلی خونمون رنگین تره؟ اما ببینید این همه آدم گردن کلفت تو شورای عالی انقلاب فرهنگی، سکوت که تو سیستم شوراها مشکل حل بشه. آقا بیا بیرون یه دادی بزن، یه فریادی بزن. یه فیلم منتشر شده از دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی که داره مثلا 3-4 ماه پیش داد میزنه سر بعضی از افراد توی جلسه که آقا این سند رو چرا امضا کردید؟ من نامه میزنم به مقام معظم رهبری، این مال کیهان و این و این و اون نیست که اینا نوشتن، من با جنجال رسانه‌ای مخالفم. خب همینه جنجال رسانه‌ای، کدوم مدیر؟ مردم صاحب حقن، مردم باید بدانن تو پستوها داره چه چیزایی تصویب میشه. گوش نکرد مدیر، به جای اینکه امام جامعه رو بندازی جلو هزینه کنی، بیا برو به خود مردم بگو، مردم یه سندی داره تصویب میشه اینجوری، خودتون میدونید.
من با جنجال‌های فلان موافقم. همین مدیرای محافظه کارن که پدر اسلامو در آوردن. همین مدیرایی که تونتون نامه می‌نویسن به رهبری، آقا رهبری رو بار از رو دوشش بردار، تو مدیری بیا تو صحنه به عنوان دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی فریاد بزن من با جنجال رسانه‌ای موافق نیستم. این ضعف توئه که نمی‌فهمی به عنوان دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی رسانه چه کار کردی داره. این دردیست که تو نمیفهمی افکار عمومی چه اهمیتی داره، که اگر یک بار تو میومدی توی مسجد، یه دانشگاهی، یه برنامه تلویزیونی دو تا داد میزدی، لازم نبود امام جامعه اینجوری بیاد بگه که من از شورای عالی انقلاب فرهنگی گله‌مندم. شما نفر اولی هستی که متهمی تو این قضیه. آقای مخبر، این گیر را کاره. شما بلند شو بیا دو تا داد بزن، دو تا فریاد بزن. دیدی شورای بیخاصیت عالی مثلا انقلاب فرهنگی چه توش در نمیاد؟ شورای عالی آموزش و پرورش، شورای نمیدونم چی زنان، شورای نمیدونم چی هنر، شورای عطف، نمیدونم مال وزارت علوم. فرهنگ مردمه. افکار عمومی رو در جریان بذار، افکار عمومی تکلیف خودش رو با این افرادی که میرن خائنان این سند رو امضا میکنن. آی پی سی قرارداد نفتی رو بی سر صدا امضا میکنن محرمانه. رهبری مجبوره دخالت کنه. سازمان اطلاعات سپاه باید بیاد وسط. میرن FATF رو زیر بارش میرن، میپذیرن ساختار نظام مالی رو که همه هست و نیست اطلاعات گردش مالی کشور رو بدیم به سیستمای اونا به بهانه مبارزه با تروریسم. دوباره رهبری باید بیاد وسط. تو برجام میبرن هست و نیست هسته‌ای رو میبازن، هیچ تحریم برداشته نمیشه. رهبری میاد میگه آقا جان قرار بده این محتابند اجرا بشه، میگن نه اون مفاد محرمانه است و همه چیز ریز جزئیاتش رو رهبری در جریانه. باز دوباره آقایون مربوطه تو شورای امنیت ملی نمیان دفاع کنن. همه شوراهای عالیمون بار خودشونو میرزن رو دوش رهبری. بعد مظلوم مثل امام علی که مقتدر مظلوم بود، بعد مظلومانه بیاد به ایست بگه که مطلقا این نباید پیاده بشه، این قانون 20. اینا نکات کلیدیست. عنایت داشته باشید دوستان. امتحان میشن مسئولین. مسئولین حسب الناس ان یترکو ان یقولو آمنو. گفتن ایمان آوردیم. تو جمهوری اسلامی هم مقام مسئولین. امام میفرمود هم امتحان میشید، همین که حکومت ها میدان آزمایش مردان است. بیچاره هم کسی که خودشو نساخته باشه باید بشه رئیس جمهور و وزیر و وکیل. و اومدی تو صحنه، حالا خدا امتحانت میکنه. امتحان پشت امتحان. در اثر این امتحانا روبروی امام جامعه وای میسن. در اثر این امتحانا اول سرباز امام علی ان، بعد سردار امام حسن، بعد قاتل امام حسین. اینه که بنی صد شکل میگیره، منتظری شکل میگیره، خاتمی شکل میگیره. چرا این اینجوری شدن؟ اینه جلایه میکنن. چرا رهبری به یکی میگه تو نیا، به اون میگه اینجوری؟ ببینید گیر داریم. از این رو دوستان، این اگر مسئلهش تبیین نشه ما باختیم. حالا ما هفته آینده که انشالله انتخابات در پیش داریم، ما مأمور به تکلیفیم. نتیجه فرع بر مسئله عمل به تکلیف ماست. یه جریان دو تا پیروزی عظیم به دست آوردیم تو 4 سال گذشته. این دو پیروزی عظیم، بلکه هم 3 پیروزی. پیروزی اول این بود که یه جریانی آمد گفت این طرف اصولگراها این قسمتشون تندرو هن، من این میانه روهاشون رو جدا میکنم. این سو هم اصلاح طلبا تندرو هن، این قسمت میانه روشون رو جدا میکنم. میانه روهای دو طرف رو جمع میکنم، جریان اعتدالگرا به وجود میارم و با اینها مملکت از افراط و تفریط خسته شده، میریم به سمت اینکه یک کار ویژه انجام بدیم با معتدلین. امروز نه تنها اصلاح طلبی و اصولگرایی مرده، شده انقلابی غیر انقلابی، بلکه مفهومی به نام اعتدالگرایی و نمیدونم میانه روی توسط یه جناح به خصوص سیاسی به ریاست آقای حسن روحانی مرده. دلیل و سندش اینه که امروز آقای روحانی در کسوت تندروترین رئیس جمهور و افراطی ترین رئیس جمهوری که مراعات تریبون رو نمی کنه، 54-55 فحش نامناسب به منتقدین و مردم خودش داده، شناخته میشه. هیچ رئیس جمهوری در دوره 39 ساله گذشته با مخالفین خودش این تعداد واژه نامناسب رو به کار نبرده. آقا تو رئیس جمهور همه ای، درسته یه گروهی بهت رأی دادن، ولی رئیس جمهور همه جامعه ای، چرا به نصفی از جامعه که به تو رأی ندادن این حرفا رو میزنی؟ حالا با توجه به این حرفای نامناسبی که ایشون زده، حالا کمپینی راه افتاده، کمپین شکایت از رئیس جمهور بابت اینکه بیاد در محاکم قضایی فوشایی که داده رو باید دفاع کنه، باید اثبات کنه. که وقتی ایشون میاد میگه منتقدین خودش میگه کاسب تحریم، خب هر کس اعتراض کرد به برجام شد کاسب تحریم. شما باید تو دادگاه ثابت کنی. تریبون دستت از تریبونای رسمی حکومتی، از تلویزیون مملکت به نصفی از جامعه میگه که کاسب تحریم. خب بیا ثابت کن این آدمایی که نقد دارن به برجام، اینا تو تحریم کاسبی میکردن، مثلا پول نفت میرفته تو جیبشون، نمیدونم
آقا اینا بی شناسنامه ان. خب اگه همه این 17 18 میلیون نفر بردارن شناسنامه‌شون رو برن محاکم قضایی بگن آقا جان ما شناسنامه داریم، چرا رئیس جمهور به ما میگه بی شناسنامه یا موارد دیگه، ما میخوای چیکار کنی؟ پس این یک نکته کلیدی. نکته دوم، پس الان یک نکته مشخص شد، چیزی به نام اعتدال گرایی دیگه وجود نداره. اعتدال گرایی، هم اعتدال گرایی در شعار و پرستیژ و اعتباری که رئیس جمهور اومده بود ادعا کرده بود مرد، هم طرفداراش. الان کف صحنه دانشگاه ها و مدارس و مساجد، گالا اینا که اصلا با مسجد رابطه ندارن، نمیان تو مسجد اصلا بهتر، این ور اونور تو میتینگاشون کی داره برای رئیس جمهور میره دفاع میکنه؟ یک، الان در تمام شهرستان ها فائزه هاشمی میره. فائزه هاشمی میانه روه یا یک افراطیه که نمایندگی جامعه بهائیت در درون حزب کارگزاران و جریان اصلاح طلب؟ کسی که در فتنه 88 مسئله داشت، قبل از اون در جنبش های فمینیستی مسئله داشت، همشم بابت اینکه پدرش فلانی بود توی مملکت حاشیه ام داشت، الانم وکیل مدافع بهایی هاست توی این مملکت، این میانه روه یا تند روه؟ قارتگر بیت المالی در شهرداری تهران به نام کرباسچی، امروز سخنران مدافع شخص آقای روحانیه، جناح اعتدالگرا. آیا آقای کرباسچی افراطی عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران ایشون اعتدالگراست یا افراطیه که بالا میشه میره تو اصفهان علیه شهدای مدافع حرم و علیه مجاهدان و رزمندگان مدافع حرم و علیه نیروهای قاسم سلیمانی صحبت میکنه؟ سوم، مصطفی تاج‌زاده به عنوان یک افراطی از افراطیون دوم خردادی که در جنبش سبز جریان برانداز رو پشتیبانی فکری میکرد و 7 سال زندان بود، این فرد آمده خودش و زنش را افتادن کف جامعه علیه مدافعان حرم میگن، علیه رهبری میگن، علیه نظام میگن. آیا به نظر شما مصطفی تاج‌زاده اعتدالگراست؟ صادق زیبا کلام، صادق زیبا کلام امروز که نه در 4 سال گذشته تئوریسین دولت آقای روحانی بوده کف دانشگاه ها و رسانه ها. آقای صادق زیبا کلام که امروز میگه اسرائیل به رسمیت میشناسیم چون سازمان ملل به رسمیت میشناسیم، این نظر دولت آقای روحانیه. فعلا براش از با فشار استانداری ها و اینها و توی مسائل دانشگاه ها براش شرایط ایجاد نمیکنن تو دانشگاه ها هر جوری شده سخنرانیاش هر روز تو دانشگاه برگزار بشه که این حرفا زده بشه. دوم، رضا خان خیلی هم خوب بوده. سوم، سازمان مجاهدین خلق از جمهوری اسلامی بهتر بوده. چهارم، به اصطلاح ما اشتباه کردیم که با آمریکا رابطمون رو قطع کردیم، باید رابطه داشته باشیم، لذا من پارو پرچم آمریکا نمیذارم. ششم، هفتم، هشتم، همین جوری. خب این آقای زیبا کلام کیه؟ الان جوونا تو دانشگاه ها میگن آقا یک افراد روشنفکری هستن، ساختارهای حکومت جمهوری اسلامی رو قبول ندارن، شجاعانه در مورد اسرائیل و چه حرف میزنن. خیلی خوب میدونید اینا کیان؟ این افراد کسانی هستن که سال 58 59 37 سال پیش ستاد تشکیل شد به نام ستاد انقلاب فرهنگی، بعدا شد شورای عالی انقلاب فرهنگی. این ستاد انقلاب فرهنگی یه بخشی داشت، بخش تصفیه استادای نامناسب از دانشگاه ها. دو نفر بودن که مسئول بودن تو این ستاد استادا رو تصفیه کنند. استادا تعدادشون زیاد نبود چون کلا دانشجو 150 هزار نفر بودن تو کل کشور. خب معلومه دیگه دانش استادا هم تعدادشون کم بود دیگه. هر استادی که صورتشو با تیغ میتراشید، کراوات میزد سال 58 و 59، دو نفر بودن که اینها رو به جرم فراماسونر بودن، مارکسیست بودن و کمونیست بودن و لیبرال بودن اخراج میکردن. یکیشون صادق زیبا کلام بود، یکیشون عبدالکریم سروش. امروز آقای سروش فرار کرده رفته تو آمریکا، هنوزم خودش ریش داره ها، بلند شده یه نظریه داده آیه ما کذب الفؤاد ما رآه رو اینجوری تفسیر کرده، پیامبر خواب میدیده بلند میشده میگفتش میشده قرآن، پیامبر خواب میدید. خیلی ببینید کسی که اون روز یک مشت استاد بیگناه رو به جرم فراماسونر بودن و مارکسیست بودن و لیبرال بودن اخراج میکرد، الان خودش بدترین نوع فکر و نگاه رو داره و تا این لحظه اصلاح طلبا، اعتدالگراها، سبزها و بنفشا از تفکر این فرد اعلام براءت نکردن. تئوریسینشون همچنان سروشه و جریان فکری که به نام اصلاحات در ایران هست، این جریان مشروعیت اعتقادیش زیر سواله، چون نسبت به مواضع ضد قرآنی سروش، مواضع ضد مهدویتی سروش اعلام موضع نکرده اعلام براءت کنه. نکته نفر دومشون زیبا کلام، حالا اون فرار کرده از کشور. زیبا کلام که اینجا مونده، دولت به لطایف الهیل سعی میکنه این براش تریبون ایجاد بشه، خدا میدونه.
من هر روز کف دانشگاه های استان ها، کف برنامه مردمی تو شهرستان ها هستم و خبرهای دقیقی رو اونجا دارم که با حتی بعضی وقتا رؤسای دانشگاه ها نمیخوان، میدونم تبعات داره تو دانشگاه، فشار آورده میشه از بیرون که آقا باید برای زیبا کلام برنامه بذارید. این میره مدافع دولت به عنوان اصلاح طلب میره دفاع میکنه. امروز موضع اصلاح طلبا از زبان این شنیده میشه، موضع دولت از زبان این شنیده میشه، میگه ما باید اسرائیل رو به رسمیت بشناسیم، با آمریکا رابطه برقرار کنیم. رضاخان خوب بود، رأی سلطنت طلبا رو میخواد جمع کنه، سازمان منافقین هم خوب بود. کسی مثل این فرد میدونید چرا این کارا رو میکنه؟ چون یک روز آدم افراطی بوده، آدم به اصطلاح افراطگرایی بوده که استادا رو ریخته بیرون، حالا میخواد بگه ببینید من از اون گذشته خودم فرار کردم. خب خانم فائزه هاشمی، قارتگری مثل کرباسچی، مسئله دار سیاسی مثل تاجزاده و زنش، و کسی مثل صادق زیبا کلام، کلکسیون آقای روحانی زمانی کامل میشه که شما بدونید الان اکبر گنجی داره چند روزه شبانه روز تو رسانه‌های ضد انقلاب از آقای روحانی دفاع میکنه. اکبر گنجی کی بود؟ اکبر گنجی کسی بود که در دوره دهه اول انقلاب چند تا بسته پونس خودش و دوستاش تو جیباشون میریختن سوار موتور میشدن. فیلمای سینمایی هندی هست، این خانمای هندی یه خال اینجوری مثلا با رنگی با نمیدونم حنایی چیزی وسط ابروهاشون میذارن. اکبر گنجی و دیگران کارشون این بود که برن با موتور هر خانومی یه ذره چهار تا موهاش بیرون بود با پونس بچسبونن تو پیشونی اون خانم. معروف شد به اکبر پونس. الان تو فضای سایبر سرچ کنید اکبر پونس، میاد اکبر گنجی. این اکبر گنجی کسی است که قبلا در مورد هاشمی رفسنجانی کتاب نوشت، عالی جناب سرخپوش. بعد این الان مدافع و وکیل مدافع معاونه و آدم اصلی جریان آقای هاشمی یعنی حسن روحانیه. خب من همین پنج تایی که برای شما گفتم که الان وکیل مدافعان آقای روحانی شدن نشون میده که دیگه آقای روحانی اعتدالگرا نیست. اکبر گنجی و صادق زیبا کلام و فائز هاشمی و غلام حسین کرباسچی و مصطفی تاجزاده و اینا تندروان، رادیکالن، افراطیان یا اعتدالگرا. پس این نوید رو به شما بدم که جریانی که به دروغ مدعی شد که معتدله، اعتدالگراست، این جریان نابود شد و چهار سال تحمل مردم ما یک دستاورد داشت. دستاوردش این بود که جریان تندرو بنفش و سبز دیگه امروز نمیتونه ادعا کنه که میانه رو و اعتدالگراست. شعار اعتدال مرد. این پیروزی اول. البته خود آقای روحانی الان بالا میشه نسبت به این دو سه تا کاندیدا میگه که اینا میان وسط پیاده رو دیوار میکشن. یادش رفته این کسی بود که حجاب رو اجباری کرد، یادش رفته که تو خاطراتش خودش چه چیزایی نوشته، میاد میگه بعضیا میخوان بگیرن لوله کنن، یادش رفته الان کلیپاش تو فضای سایبر موجوده که تو نماز جمعه زمان سال 78 بلند شد گفت اینا رو باید بیاریم نمیدونم وسط به اصطلاح همین سازوکار چه و چه باش برخورد کنین، یا یادش رفته تو مجلس بلند میشد میگفت باید چوب دار بذارین توی نماز جمعه و اونجا شهید چمران بلند شد علیهش موضع گرفت، یادش رفته تند روی های خودش، دیدگاه رادیکال خودش. این جماعت برای اینکه به مخاطب لیبرال خودشون بگن به خدا ما دیگه اون آدم قبلیه نیستیم، تمام تلاششون رو بگن ببینید ما دیگه اون نیستیم، شدیم یه چیز دیگه ای. اما به هر جهت جریانی که اینجوری به اینا رأی بده، از اینا رأی میده بعد ازشون عبور میکنه. پس این یک پیروزی عظیم که نه تنها اصلاح طلبی و اصولگرایی مرده، بلکه میان روی و اعتدالگرایی که خوبه، ولی بعضیا به دروغ مثل شعار دروغ اصلاح طلبی که کسایی که اصلاح طلب افساد طلب بودن میگفتن ما اصلاح طلبیم، شعار رو به دروغ گرفته بودن. شعار اعتدالگرایی هم بعضیا به دروغ مصادره کرده بودن، از دستشون رفت. اینم فضای جدیش. ممکنه وزیر کشور یه آدم مثلا نزدیک به لاریجانی باشه، قیافشو نگاه میکنید بگید اینا یه ذره مثل اینکه معتدلن، اما نگاه به وزیر کشور نکنید، نگاه کنید ببینید فرمانداراشون در سراسر کشور یکی از یکی افراطی تر، یکی از یکی در واقع رادیکال تر، و در واقع هرچی آدم سبز و بنفش بوده پیدا کردن. کینه ای که فرمانداران این دولت علیه جریان های انقلابی دارن تو هیچ جای دیگه شون دیده نمیشه. شهر به شهر، استان به استان ما باشون درگیر بودیم تو این 4 سال. لذا اعتدالگرایی پس از دست اینا خوشبختانه نجات پیدا کرد و جریان موسوم به اعتدالگرا مرد. خواهش میکنم از این لحظه به بعد جریان آقای حسن روحانی رو و تیم و دولت و طرفداراش رو میانه رو و اعتدالگرا نخونید. اینها همون افراطیون سبز
که یه شبه رنگ دیگه برای خودشون درست کردن، بنفش شدن، سبز و بنفش. لذا این جریانی که الان تو صحنه هست اینا همون جریان فتنه، یعنی آخوندی همون کسی بود که باید رو رهبر معظم انقلاب نشست برای قضیه به اصطلاح رد کل انتخابات حرف زد، زنگنه تو اون جلسه که نشستن اینا همه بودن دیگه. لذا این دولت همون دولت فتنه است، فقط به جای اینکه رأسش میرحسین موسوی باشه مثلا روحانیه. پس این یه پیروزی که چیزی به نام اعتدال و میانه روی دیگه دست اینا نیست. پیروزی دوم چی بود؟ اینا آمدن الغا کردن که آقا بعضیا پنجه میندازن به روی غرب، با غرب هی درگیر میشن، شما جنگ افروزید، شما دشمن تراشید. حرفای دیروز جهانگیری رو یادتون باشه که در اومد به قالیباف گفت اینا همون جوری که با برخورد نظامی میخوان همه چیزو با مسائل نظامی حل کنن. خدا لعنت کنه کسایی که حاصل خون نظامی ها، شهدای نیروهای مسلح، کسانی که با بند بند وجودشون امنیت به وجود میارن، از اون امنیت استفاده میکنن و بعد در جامعه مسئله در واقع حرکت های این چنینی رو اینجوری باش برخورد میکنن. یک غلطی این دولت علیه نظامی ها و علیه امنیتی ها کرده. حسن روحانی طولانی ترین سابقه امنیتی رو در کشور داره. تمام تلاش خودش، مشاور امنیتیش آشنا، وزیر ارشاد امنیتیش، وزیر کار امنیت، اینا همه تو وزارت اطلاعات و سازمان امنیتی و دبیرخونه شورای امنیت ملی مسئولیت و پست و مقام داشتن. امروز یه جوری جا میندازن که دیگران امنیتیان، یعنی نون امنیتی ها رو خوردن، امروز خودشونو فرهنگی و روشنفکر و ضد امنیتی. خدا لعنت کنه کسی که نون یه حوزه‌ای رو خورده و میخوره و برعکس میره در واقع میشکنه نمک دونو. در مورد نظامی هم همینطوره. اون دفعه بلند شد گفت من سرهنگ نیستم، حقوقدانم، توهین کرد به ساختار نیروهای مسلح و به کل نظامی ها. این دفعه بلند شده میگه اینا به شکل نظامی برخورد میکنن. آقای جهانگیری، تو که اصلا هرهوری مسلکی، تو که لیبرالی، تو که هیچ مشربی نداری، هیچ در واقع شریعت درست درمونی نداری، حالا نظامی ها بابت تعهدشون به اون لباسی که میپوشن آخرش تو اون لباسشون به شهادت میرسن، تو چی؟ هم فکرای تو یه نفر کشته در راه این مملکت و اسلام و ایران دادن؟ آیا یک آدم کارگزارانی شهید میشناسید؟ یک آدم جبهه مشارکتی شهید میشناسید؟ یک آدم حزب اعتدال و توسعه شهید میشناسید؟ من که بهتون گفتم 20 ساله تو این مملکت شما اصلاح طلبا یه مرد داخلتون نبوده به خاطر این مملکت برید کشته بشید. خودتون رو کشتید، دانشجوی طرفدارتون رو گذاشتید، هر روز تو دانشگاه میاد بیرون میگید از شهدا استفاده ابزاری نکنید. میگم ای حالا شهدا نباید ازشون استفاده ابزاری کرد؟ شما موافق شهدایید یا مخالف شهدا؟ مگه همون شما نیستید میگید اینا برای پول میرن سوریه میجنگن؟ مگه همین شما نیستید میگید اینا برای به اصطلاح دیکتاتوری به نام بشار اسد میرن میجنگن؟ شما که اینا رو اعتقاد بهشون ندارید، شما چرا سنگ کسی رو که برای پول میره و برای دیکتاتوری به نام بشار اسد میره به سینه میزنید؟ اما میدونید که شهید هویت داره، میدونید که هویت این ملت مال شهداشه. یه دفعه احساس میکنید ای حالا ما رو از این جرگه بیرون کردن. شما بیرون بودید و هستی، شما لیاقت و سعادت همراهی و همنشینی با شهدا رو ندارید. لذا این که نظامی ها این هستن، نظامی ها اونجوری هن، امنیتی اینجوریه، شما یه مشکل اصلی تو سیستمتون داری. شما مشکلات امنیتیتون بسیار بالاست آقای جهانگیری و آقای روحانی. خیلی از مسائل در مورد مسائل امنیتی شما توی دادگاه های این مملکت سازوکارش مشخص شده. فساد امنیتی جریان اصلاح طلب یه قلمش آقای جهانگیری، آقای روحانی. اگر وزارت اطلاعات الان صداشو در نمیاره، اگر سازمان‌های اطلاعاتی دیگه صداشو در نمیارن، اگر تو دبیرخونه شورای امنیت ملی مطرح نمیشه، اگر قوه قضاییه اقدام نمیکنه، مصلحت‌ها تو نظام مطرحه. یک قلم سند رک اینه که 300 نفر از همفکران جناب علی که میای تو مناظره میگی من اصلاح طلبم، من اصلاح طلبم، 300 اصلاح طلب همفکر شما الان تو وی او ای و بی بی سی فارسی ان. اونجا رسانه ملی آمریکاست وی او ای و رسانه ملی انگلیس بی بی سی. آیا وقتی که وزیر همفکر جناب علی تو دولت خاتمی، یعنی عطاالله مهاجرانی که با جناب علی تو شورای مرکزی حزب کارگزاران بود، الان توی بی بی سی فارسی هست، این از فیلترهای سرویس امنیتی ام آی 6 نگذشته باشه، انگلیس اجازه میده بره جلو دوربین بی بی سی بیسته؟ شما مشکل امنیتیتون اینه که 300 تن از همفکرانتون امروز توی وی او ای و بی بی سی فارسی و شبکه‌های تلویزیونی دیگه هستن.
ما هم سر و سر اونا رو خبر داریم. یه قلمش اونی بود که مال دار و دسته نیویورکیای دور و بر ظریف رو رو کردیم توی قضیه نایاک و اون باندی که الان توسط سازمان اطلاعات سپاه دستگیر شده، نمازی و دیگران. شما مشکلات فساد اقتصادیتون یه طرفه، مشکلات انحطاط فرهنگی و فکریتون به عنوان لیبرال یه طرفه، بدتر از همه مشکل امنیتی شما هست. شما هنوز نتونستید جواب بدید رابطه جریانی که در دوره آقای هاشمی، علی هاشمی برادر آقای هاشم، برادرزاده آقای هاشمی، خود آقای روحانی و دیگران با آقای در واقع این مکفارلنی که آمد اینجا و بعدم روابطی دیگه‌ای باشون به وجود اومد، هنوز اسنادش مشخص شده، این رابطه امنیتی رو نتونستید جواب بدید. پس فساد امنیتی شمایی که امنیتی ها رو میزنید و بیشترین سابقه امنیتی رو داشتید، این تو مملکت زیر ذره بینه. مملکتی که رهبرش میاد سند 20 رو شما امضا میکنید مد میزنه زیر کاسه گوزش، مراقب باشید. توی مملکت خیلی دیگه هم هستن. بله، کینتون نسبت به نظامی ها و کینتون نسبت به امنیتی ها بابت اینه که میدونید مشکلتون کجاست. البته مشکلات قضاییتون و اون آدمی که آدم قضایی بود تو مناظره، به دلیل حجب و حیایی که داشت، به دلیل سوگندی که موقع حقوقدانیش خونده بود که نباید اسرار کسی که توی پرونده داره رو بخواد بیاد بیرون رو کنه، مثل پزشکی که میراث به اصطلاح اسرار بیمارش رو نباید بیاد بگه، اون حجب و حیاها رو شما میذارید به یه حسابایی. اما این برخوردی که حسن روحانی دفعه پیش با نظامیا کرد و این برخوردی که تو این دفعه کردی، این برخورد مطمئنن در افکار عمومی بدون پاسخ نمیمونه. فرد لیبرال و ما قطعا لیبرالیزم رو به عنوان پدیده منحوسی که ضد دینه، ضد خط امامه، ضد خط رهبریست و امام سوگند یاد کرد که تا من زنده هستم نخواهم گذاشت مملکت به دست لیبرال ها بیفته، تو آقای جهانگیری، تو فرد لیبرالی هستی که حزبت لیبراله، حزب شما اعلام کرده که لیبرال دموکراته، شما مشروعیت تو این مملکت ندارید، حتی اگر شورای نگهبان شما رو تایید صلاحیت کرده باشه، مشروعیت اعتقادی و فکریتون زیر سوال اون کار شورای نگهبان مبتنی بر مصلحت هاست. لذا این نکته رو یادتون باشه، اینه که شما مشکل امنیتی داره جریانتون، پاسخ بدید چرا هر اصلاح طلبی از مملکت، هر کی از مملکت فرار میکنه پناهنده میشه اصلاح طلبه، چرا یه دونه اصولگرا یا یه آدم انقلابی ما تو تلویزیونای ضد انقلاب بیرون نداریم؟ چرا نداریم؟ به این سوال پاسخ بدید. آقای جهانگیری، مگر کسی که پشت این سند BC بوده یک اصلاح طلب نبوده توی دفتر یونسکو؟ چرا هر چی فساد و امضای اسناد منفیت زیر سر شما اصلاح طلباست؟ پس ببینید شما وطن فروشی، ببینید شما کپیتولاسیون فرهنگی توی مملکت ایجاد میکنید، ببینید شما مملکت رو میبرید به سرویس های اطلاعاتی بیگانه میفروشید. چون نظامی هایی مثل افراد رشیدی در سپاه روبروی انحرافات شما ها میایستن، چون جریانی در سازمان های اطلاعاتی مثل وزارت اطلاعات روبروی فساد های شما میایستن، هی مدام ضد امنیتی ها، ضد نظامی ها حرف میزنید، این برکت رو از کار شما میبره. مردم کوچه و خیابون هرچی در و دیوار رو نگاه میکنن، عکس و تمثال شهدایی رو میبینن در لباسهای نظامی، یکی از یکی رعناتر و زیباتر، و وقتی بعد از گذشت مدت‌ها پیکر مطهرشون میاد، فضای جامعه رو عطرآگین میکنه. مردم بوی تعفن لیبرال‌های اصلاح طلب رو از 100 کیلومتری استشمام میکنن. اما وقتی یک شهیدی میاد از سوریه یا جای دیگه، این مردم ببین چجوری میرن زیر تابوتش. هر وقت اصلاح طلبا در پیکره ساختار فکری اجتماعیشون یه شهید تونستن رو کنن، بگن ما هم یه شهید داریم، بیان جلو. اون روز یکی از دانشگاه دانشجو بلند شد گفت به ما توهین کردید. گفتم برای چی؟ شما میگید ما اصلاح طلبا شهید نداریم. گفتم خب من میخواستم که اگه ممکنه بزرگانتون یه نفر به ما بگن دیگه. برای من سواله، شما مگه یه نصف نمیگید ما نصف پیکره جمهوری اسلامی؟ چرا شما برای اسلام و جمهوری اسلامی و انقلاب و مردم ایران و ایران یه کشته نمیدید؟ یه نفرتون نمیاد بره یه جایی فدا بشه تا امنیت به وجود بیاد و غیر ذلک؟ گفت نه، من اومدم اینجا برم بالا بگم ما شهید داریم. گفتم خیلی عالی بچه‌ها، ساکت. الان میخواد یه خیلی برای خودم جالب بود ببینم کیو میخواد بگه. گفت ما شهید داریم، ما شهیدی به نام ندا آقا سلطان داریم. جمعیت زدن زیر خنده، هه هو مسخره فلان. گفتم آقا ساکت، خانم آقایون ساکت، صبر کنید. آقا ما وقتی کسی شهید میشه تو جبهمون، پدر مادرش بلند میشن میرن حرمه حضرت رضا علیه السلام، شکر میکنن خدایا امانتی داده بودی گرفتی، توفیق بده ما هم شهید بشیم، کلی حرف و حدیث با امام
هشتم امام مظلوم دارن. اما شما خانواده شهیدتون ندا آقا سلطان، خانواده شهید اصلاح طلبا، نامزد شوهرش بلند شد رفت رژیم صهیونیستی تو تلاویو دستپوس شمون پرز و نتانیاهو. خب تمایز شهید ما با شما اینقدر زیاده. این نکته کلیدیست. پس دوستان نهایت داشته باشن، اولین اتفاقی که افتاده اعتدالگرایی از دست رفت. چیزی به نام اعتدالگرایی مربوط به آقای روحانی اینا نیست. جریان آقای روحانی همون جریان فتنه سبز و بنفشه که اینها افرادی هستن که ترکیب جریان دوره خاتمی و جریان دوره هاشمی هستن. یک جریان لیبرال که ذره‌ای با اسلام قرابت ندارن و کاملا زاویه دارن. امروز پیروزی دوم این بود که گفتن آقا شما با جهان جنگ را میندازید، ما میخوایم بیام اصلاح کنیم، وضع ما خیلی الان خوبه دیگه، ما الان میخوایم بریم، مردم میخوان زندگی کنن، چرا میرید جنگ را میندازید؟ انگار ما رفتیم سمت دشمن، دشمن داره میاد سمت ما. تا این حرفا رو زدن بعضیا بلند شدن گفتن آقا آمریکا گاو نه من شیرده ایست که همه دارن از سینه شیر میدوشن، شما رفتید با شاخاش سرشاخ شد. آقا باور کنید اینجوری نیست، این گاو ماده نیست. نه شما نمیفهمید. بله رفتن مذاکره پشت مذاکره، ارتباط پشت ارتباط. یه گروه اومدن تو خیابونه تهران I love USA نوشتن و شروع کردن رقصیدن. طرف میگفتش که آقا اینقدر فردا بعد برجام بعد از این رابطه با آمریکا وضع ما خوب میشه که این به اصطلاح دلار دیدید، این که اصلا هیچی، شما میرید یه دونه آدامس یا بستنی بخرید توی مغازه، مغازه دارم که ببخشید من بقیه پولتون رو ندارم بدم، این پراید دم دارم بردار اضافه روی اون آدامس ببر. آقا دلار فردا میاد مثلا زیر بند مثلا 4 تا 1 تومانی. و خیلی خوب تمام شد رفت رسید به امروز. امروز دوستان دیگه تو این مملکت هیچ آدم با شرفی نیست که پیدا کنید که بخواد بگه که مذاکره با آمریکا، رابطه با آمریکا، تعامل با غرب مؤثر بوده. همه رسیدن به حرف رهبری که فرمود من خوشبین نیستم، مذاکره کنید ولی من خوشبین نیستم. این پیروزی عظیم نیست. یعنی غرب گراها جوری زایه شدن که امروز حرفی برای گفتن ندارن. الان دارن میگن چی؟ دارن از اون طرف دیگه مایه میذارن. میگن آقا اصلا قرار نبوده تحریم ها رو حذف کنیم، قرار بوده تهدید ها رو حذف کنیم. چرا جوک میگی آقای روحانی؟ تهدید توسط قاسم سلیمانی دفع میشه، تهدید توسط علی فدوی دفع میشه، تهدید توسط حاجی زاده دفع میشه با موشکاش، تهدید توسط پوردستان دفع میشه با مانوراش، تهدید توسط تو دفع نمیشه. این مردمی که هر روز میان تو راهپیمایی و میان پای صندوقای رای، این مردم با حضورشون تهدید رو رفع میکنن. در این مستند فروشنده‌ای که احتمالاً دیدید، نمیدونم تا کدوم قسمتش رسیدید ببینید، چمبرلن در مباحث دیپلماسی بحث بر سر اینه که آقا با مذاکره نمیشه جلو جنگو گرفت. این بحثی است که توی دیپلماسی وجود داره. تجربه‌ای که ارائه میکنن میگن بدترین موردی که وجود داره یه بار با دیپلماسی جلو جنگ گرفته شد در 1938، دو سال قبل از جنگ جهانی دوم بود. در 1938 مذاکراتی شروع شد بین انگلیس و آمریکا. کسی به نام نویل چمبرلن نخست وزیر انگلیس بود، رفت چند ماه مذاکره کرد با هیتلر. قرار شد که حمله نکنه هیتلر به انگلیس، تصویب شد. انقدر مردم مثل دور مذاکرات هسته ما هی تو جریان قضیه بودن، هر روز تو رسانه ها. روزی که مذاکره تمام شد چمبرلن از آلمان پرواز کرد اومد تو انگلیس، مردم اومدن تو فرودگاه تو لندن استقبالش. این کیفشو باز کرد و جلو دوربین های اون موقع سند رو درآورد، سند امضا شده رو، سند رو برای مردم خوند که مردم توافق کردیم با هیتلر در برجام شماره فلان که به انگلیس حمله نشود. آقا چمبرلن اینو خون، مردم چه کردن تو فرودگاه لندن؟ سود، کف، جیغ داد، ریختن تو خیابوناشون، شیرینی پخش کردن. و 11 ماه بعد در اواخر 1939 هیتلر حمله کرد، کل اروپا رو گرفت، بعد رسید به کانال مانش، شروع کرد لندن رو کوبیدن. در علوم سیاسی و در روابط بین الملل به عنوان یک لکه ننگ استفاده میشه. آقا در دیپلماسی، با دیپلماسی نمیتونی بری به دشمنی که آماده جنگه بگی که به کشور من حمله نکن. اینا اینجوری جا انداختن که ظریف رفته پیش جانکری بعد از برجام. حالا تو برجام که این چیزا که نیومده، یعنی شما تو بندهای برجام که نمیبینید آمده باشه که بند شماره 8 مثلا جیم آمریکا متحد میشود به هیچ وجه در آینده به ایران حمله نکند، همچین چیزی که توی برجام که نمیبینید، اون چیزی که تو برجام اومده که اجرا نمیکنن. حالا مثلا فرض کنید اینجوری بوده، مثلا جانکری به ظریف گفته که ببین جواد
با خیال راحت برو به حسن بگو بگیرید بخوابید، ما اصلا به شما حمله نمی کنیم. میدونی اون چجوری پیام داده میشه به مردم که مردم راحت بخوابید؟ این که بدانید زمانی که شما خوابیدید نیروهای علی فدوی توی دریا دارن گشت میدن، وقتی 100 متر کماندوهای ویژه آمریکا میان تو آبهای ما گوششون رو میگیرن، ناب هواپیمابرشون چند صد متر اونورتر هشدار میده، هواپیماشون همه رو بلند میکنه، میگه بوشهر رو میزنیم، بندر عباس رو میزنیم، اینا رها کنید. میگن برو ببینیم بابا خودتو میزنیم. میارنشون سر اون دختره چفیه میکنن، میشوننشون، به اصطلاح چلو کباب ایرانی و دوغ ایرانی میذارن جلوشون، به یارو فرمانده. ببینید این نکته رو به دوستان جوان بگم، این ملوان و این حرفا غلطه. اینها کماندوهای سی ال نیوی بودن. سی یعنی دریا، ایر یعنی هوا، لند یعنی زمین. سی ال نیوی مخففه سی ایر لند کماندوز، کماندوهای دریا برد، زمین برد، هوا برد. هر آموزش نظامی که فکر کنید اینا دیدن، اینا دیگه در واقع ته نظامی های دنیا هن. از اینا گردن کلوفتر در جهان وجود نداره. اینا تیم ششم سی ال نیوی هن، یک جانورای نخراشیده نتراشیده که از هر 1000 نفر 2 نفر در میاد تو آموزش ها. اینا دیگه ته 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 قدرت نظامی هن. دلتا فورس از اینا کوچکتره، اس آس انگلیس از اینا کمتره، اسپتسناز روس ها، اینا دیگه ته واحدهای ویژه دنیا هن. هم تو دریا هم زمین هم هوا میتونن بجنگن. مخفف سی ایرلند کماندو میشه سیل. سیل یعنی فوک، اسم فوک، این فوکای دریا. بهنا میگن کماندوهای فوک سیل نیوی، رو نوشته هاشون دیدید رو جلیقه هاشون سیل نیوی فلان. اینا دیگه قدرترین کماندوهای دنیا هن. وقتی اینا آمدن بچه ها گرفتنشون آوردنشون نشست، اولا دست آمریکایی زانو بزنه دستش پشت گردنش باشه، شکست ابهت امپراتوری غرب. چی شد؟ موضوع بعدی. نشستن جلو دوربین ها، فرمانده شون گفت apologize a mistake، با گریه ها، بغض و گریه. اینو ضبط کردن پرس تیوی، پشت سر هم 15 دقیقه یه بار پخش کرد. تو آمریکا آقا فرمانده تیم سی ال نیوی میگه من عذرخواهی میکنم، apologize، ببخشید. اینجوری آمریکا عذرخواهی میکنه، نه اونجوری که ظریف میرفت تو بغل جان کری. خلاصه تمام شد، آوردنشونو ظریف بلند شد وایساد وسط. فدوی میگفتش که ظریف گوشی تلفن دستش بود، میگفت آی فدوی تو رو خدا اینا رو آزاد کنید. بعد میگفت هی جان هی جان ویت ویت ویت، مثلا جان کری یکم تو صبر کن صبر کن صبر کن، آی فدوی تو رو خدا اینا رو آزاد کنید. یعنی حالا دیگه وزیر خارجه ما به اصطلاح ترانسفر میکنه بین جان کری با فدوی که آزاد کنید. اینه، یعنی شما وقتی وارد بازدارندگی میشید اینجوری بازدارندگی، نه مثل نول چمبرلن قبل از بعد وقت چرچیل اومد تو انگلیس سر کار و خب میدونید دیگه اومد کاری کرد که شوروی و آمریکا درگیر جنگ شدن تا آلمان نتونه انگلیس رو از بین ببره. قبل از انقلاب از پدراتون بپرسید و پدر بزرگاتون بهتون میگن بگید چرچیل فوری میخندن، یعنی گفتن هر کس خیلی جونور بود بهش میگفتن آ این عجب چرچیلیه، یعنی هر کی خیلی بابو بود بهش میگفتن بابا این عجب چمبرلنیه، یعنی بلند شد رفته در مغازه میگفت بابا این شاگردت عجب چمبرلنیه، مثلا حسین چمبرلن چیه بلند شده رفته مثلا. حالا بعضی تو نظام چی چی چمبرلنن فکر میکنن رفتن یه مذاکره کردن، تحریما رو که بر نداشتن هیچ تهدیدها رو برداشتن. اگر حاجی زاده نیاد بیرون دو تا خط نشون بکشه برای قبل و 2 دقیقه مردم اون چیزی که چشم رئیس جمهور ما رو کور کرده بود، خیلی عصبی بود و به هم ریخته بود، مناظره قبلی میگفت برای اینکه نظرن برجام محقق بشه شهرهای موشکی زیر کوه رو نشون میدن، 2 دقیقه که بیشتر نبود تلویزیون 2 دقیقه از صحنه اون تونل های موشکی زیر زاگرس و البرز رو نشون داد که مطلق اون تکنولوژی بومیه، همش رو بچه خودمون شاگردای حسن ترانی مقدم کار کردن. اون نه مثل لیبرال ها که به قول معروف توی مملکت نتونستن یه پیچ رو هم بومی کنن، هر روز میرن از بیرون برمیدارن میارن. نتیجه طبیعیش چی شد؟ اگر حاجی زاده اومد یه خط و نشون برای دشمن کشید، اونا میدونن این موشکا واقعیه، این موشکا کوچولوهاش داده شده به حزب الله لبنان، پدر رژیم صهیونیستی رو در برده، دادن به حماس فجر 335 میلیمتری رو، پدر رژیم صهیونیستی رو در برده، خورده تو تل آویو، داده شده دست نیروهای یمن، موشک زلزال خورده توی مثلا فرض کنید ریاض. اینا میدونن که این موشک واقعی، شوخی هم نداره. اینا که این کشورا بودن زدن وای بالا اینکه با ایران شوخی کنیم خود ایران بزنه.
بازدارندگی مال سیستم موشکی در نیروی هوافضاست، بازدارندگی مال نیروی دریاییه، بازدارندگی مال نیروی قدسه، بازدارندگی مال ارتش با مانوراش. این بازدارندگی است که دشمن رو نگه می‌داره پشت مرزا و حضور عمومی مردم پشت سر حکومت. آقایون چیزی که به خودشون ربط نداره. خاتمی هم رفت و همه چیزو باخته بود تو گفتگو تمدن‌ها. هر روز بهزاد نووی میرفت میگفتش که 70 موشک کروز به سمت ایران داشت شلیک میشد، گفتگو تمدن‌ها تهدیدار دور کرد. 70 تا موشک کروز، آخه 59 تاش خورد تو این پایگاه هوایی سوریه. هیچی، آخه موشک کروز سر جنگی 150 کیلوه، 70 تاش مثلا قرار چیکار کنه؟ به دو تا سوریه هم بخوره تأثیری نداره. آخه چون این عوامن دیگه، اینا چیزایی که نمیدونن این اصلاح طلبا، اینا مثلا اهل به قول معروف این چیزا که نیستن. آره اینا. حالا پس بازدارندگی رو گروه دیگه ای انجام دادن، آقایون به اسم خودشون ثبت میکنن. لذا الان دومین پیروزی که نصیب ما شده جریان اعتدال گرایی که دیگه از بین رفت، شد همون افراد گراها، جریان مخوفی به نام جریان غرب گرا که باید بریم با غرب نرد عشق ببازیم هم از بین رفت. جان کری خیلی جالب بود، موقعی که مقام معظم رهبری یه روز بعد نماز دو سه دقیقه این بچه‌های کماندوی نیروی دریایی ارتش آمریکا رو گرفته بودن آورده بودن نماز خدمت حضرت آقا، ایشون بلند شدن تو صحنه، دیدید سر پا هم ایشون دو سه دقیقه با این بچه‌ها خوشوبش کرد و ازشون تشکر کرد. یکی از استادای دانشگاه اصفهان از این اصلاح طلبای مشارکتی یقش رو چاک داد، با سرکوبی تو دیوار جیغ کشید، فوش داد برجام رو نمیذارید پیاده بشه با اینکه میرید کماندوی آمریکایی رو میگیرید و بعد اونی که گرفتید پس چرا برمی‌دارید؟ کسایی که کماندار رو گرفتن میبرید دیدار رهبری نشان بزنید رو سینه اینها، اون نشانها لیاقت باکری ها و بابایی هاست. از دید اینا انسان انقلابی خوب کسی که شهید شده باشه. خب اگر بابایی و باکری امروز بودن که به جای فدوی میرفتن گوش کماندای آمریکا رو میگرفتن. نه، چرا گرفتید؟ اولا چرا کماندای آمریکا رو گرفتید؟ ببینید استاد خودفروخته لیبرال اصلاح طلب تو دانشگاه اصفهان میگه چرا باید میذاشتی طرف میومد ساحل ما رو بگیره؟ این یک. دو، چرا گرفتید؟ وقتی گرفتید چرا عذرخواهی یا طرف رو نشون دادید؟ سه، بعد از اینکه نشون دادید چرا بلند شدید بردید دیدار رهبری که این نشان بهشون بده؟ چهار، اینو که رهبری این کارو کرد چرا تو تلویزیون نشون دادید؟ با این کارهایی که کردید برجام محقق نشده. خب خاک بر سر. اگر قرار ما تو به معنی استاد اقتصاد، اگر قرار تو این مملکت ما قوتمونو بذاریم کنار، این کارا رو نکنیم که برجام محقق بشه. برجام اگه قدرت و قوت داشت و فتح الفتوح بود به قول رئیس جمهور ما، به اصطلاح آفتاب تابان بود، انقدر باید این آفتاب تابانش قوی می بود که نمیذاشت این چیزا دیده بشه. انقدر قوی می بود ولی انقدر ضعیف و نحیف برجام که با این که ما کماندو آمریکایی رو بگیریم برجام محقق نمیشه. همونطوری که رئیس جمهور ما تو مناظره گفت شهرهای موشکی رو نشون میدن برجام انجام نمیشه. ما نقاط قوتمون رو نشون بدیم برجام محقق نمیشه. و برای رهبری خط نشون میکشه مردک لیبرال تو دانشگاه اصفهان که چرا رهبری اینا رو مورد تفقد قرار داده. به کوری چشم شما لیبرال ها، ما نه تنها اون دفعه که گرفتیم این دفعه هم میگیریم، بلکه بیشتر میبریم دیدار مقام معظم رهبری تا شما کور بشید. از این رو مسئله ما اینه دوستان، لیبرال ها شاکی هم. آقای روحانی بلند شده تو مناظره میگه آقا چرا این کارو کردید؟ چرا این موشک ها رو نشون دادید؟ من وسط مناظره بود، دانشگاهیان رو جمع کرده بودن روز جمعه هفته پیش اینجا سخنرانی داشتم، یه یادداشت به من دادن که آقا اینا دارن میگه، آقای روحانی داره میگه که چرا موشک ها رو نشون دادید؟ رو بدنه موشک های چیزایی مینویسید. آقای روحانی اون بدنه موشک که روش نوشته جمله مال امامه. امام میفرماد اسرائیل باید محو شود. تمام. خب اونا کاری ندارن که ما رو موشک بنویسیم یا نه. اسرائیل میدونه حرف امام این بوده و ما بهش پایبندیم. بدتر از اون اگه خبر نداری، آی روحانی مقام معظم رهبری فرمود بابا اسرائیل این رژیم منحوس صهیونیستی 25 سال دیگر رو نمیبینه. آخه تو چرا بلند شدی دفاع میکنی از اسرائیل مثل صادق زیبا کلام؟ ولی مسئله اینجا بود، تا گفتن ما اعلام کردیم که آقا این شعار مرگ بر اسرائیل رو دیگه نه تا الان رو بدن موشکامون، بلکه از این به بعد رو پوشک‌های بچه‌هامون هم می‌نویسیم. خب الان شکایت آقای شکایت نتانیاهو از آقای روحانی می‌دونید چیه؟
نتانیاهو شاکی شده چون تمام خانواده ها الان اینجوری شده. یک هفته گذشته بچهشون تا میخوان ببرن، الان این دوستمون اومد به من بچه خودشونو دادن، همین الان آوردن، گفتن این دختر کوچولی ماست، اینم پوشکشه. الان اینجوری شده خانواده ها تا بچهشون پیپی میکنه میخوان ببرن دستشویی، اول اون روش میکنن، فوری ماژیکو بر میدارن، یه دام وید اسرائیل مینویسن، حالا یا عبری یا عربی یا فارسی، میذارنش اونجا، سری موبایل رو بر میدارن، آروم باش بچه جون، یه عکسی میگیرن زود شیر میکنن برو. خب این رفت تو اینستاگرام، بچه رو میبرن تو دستشویی. نتانیاهو شاکی شده از روحانی الان، میگه بابا موشکا کلاس داشت روش این چیزا نوشته میشد، اما آبروی ما تو فضای اینستاگرام رفته. اگر اسرائیل از چند وقت دیگه دستور نداد که اینستاگرامو به اصطلاح جمعش کنن، واقعا دارین که بابا هر پیجی میری چند تا بچه کوچولوی توپل و لاغر و متوسط و بزرگ و دختر و پسر، انواع خطوط به انواع زبان. بابا دیگه آبروی رژیم صهیونیستی رفت، چون رئیس جمهور ما دستاش میلرزید که چرا تو جمهوری اسلامی این چیزا رو گفتین. آقایون لیبرال، اونطوری که حضرت آقا فرمود رژیم صهیونیستی 25 سال دیگر رو نمیبیند، به حول قوه الهی خیلی کمتر از 25 سال این اتفاق خواهد افتاد. فتنه ای که رهبر معظم انقلاب نگرانش هستن و آنچه که در دانشگاه امام حسین فرمودن مشکلات امنیتی که دشمن امنیت ایران رو هدف گرفته و باید خیلی حساس و هوشیار بود، اینه که خواهش میکنم دوباره دوستان جوان ما، آقایون و خانوم ها، متن سخنان ایشون در دانشگاه امام حسین رو یک بار دیگه بخونن. نکات بسیار مهمی داره، اونا رو هایلایت کنید. فرمود دشمن امنیت ما رو هدف گرفته. این امنیت هم از بیرون نمیتونه به هم بزنه، از درون با ایجاد تفرقه و سازوکار. یک فتنه دشمن کلیدشو زده که ما باید خیلی مراقب باشیم. اون اتفاقی هم که در استان گلستان افتاد برای رئیس جمهور وقتی رفت اونجا و مردم رئیس جمهور رو دنبال کردن، که خب خیلی وحشتناک بود، معلوم شد برای اولین بار رئیس جمهور ما با مردمی روبرو شده که تا حالا نمیدونست مردم اینو ان نپرش سوارای شمال تهران. بالاخرهشون رئیس جمهور ما فکر می‌کرد که دیدید همیشه ایشون گفت با مردم خیلی راضین، خیلی امید و تدبیر، و چون ایشون مسیرای شمال میرفت سمت منزل تو ولنجک، اتوبانای شمال تهران که میرفت میدید یه پورشه 700-800 میلیونی میاد، کروکیشو کشیده، دختره بلند شده موهاشو هزار جور رنگ کرده، موهاشو تو باد داده، سگش هم اینجوری تو بغلشه، بعد اون به اصطلاح دوست پسرش هم نشسته داره با 200 کیلومتر در ساعت رانندگی میکنه. بعد آقای روحانی میگفت به محافظش، میگفت میبینید مردم در پسابرجام بسیار خوشحال، شاد، صاحب رفاه، بهترین زندگی، امیدوار، نگاه کنید ستاره دار نمیشن دیگه، مشکل پیدا نمیکنن، کارشون خیلی درسته. بعد آقای روحانی برای اولین بار بعد 4 سال رفت یه جا سمت این بندگان خدا مظلومایی که اعضای خانوادهشون زیر آوار اون تونل مونده بودن، دید بابا جامعه یه جای دیگه هم داره، مثل اینکه اینا هم هستن که بهشون تو قضایای برجام هنوز چیزی نرسیده، آفتاب تاروان برجام به اینجا به اصطلاح پرتو افشانی نکرده. خبرگزاری فرانسه گفت برای اولین بار در جمهوری اسلامی یک رئیس جمهور رو مردم با سنگ بدرقه کردن. این خیلی معنی بدی داشت، برای نظام خیلی بد بود، نه فقط برای یک جنای سیاسی خاص. خطر اینجاست دوستان، این اتفاق اگر یه مقداری جلوتر میرفت خب ناجور میشد، اون خطر اینه. امنیت کشور رو چجوری میتونن به هم بزنن؟ ببینید من این مثال برای شما میزنم، مثال دوره حضرت امیر. حضرت امیر متوجه شدن که معاویه توطئه کرده که جناب عثمان رو که خلیفه بود در واقع به قتل برسونه. امام حسن علیه السلام و امام حسین علیه السلام رو فرستادن که مراقبت کنن از ایشون. خب بالاخره اونا زودتر اقدام کرده بودن و متاسفانه جناب عثمان به قتل رسید با ترفند معاویه، و معاویه آمد پیرن خونی عثمان رو بلند کرد به خونخواهی جناب عثمان روبروی علی علیه السلام. 1400 ساله مظلوم مقتدری به نام علی علیه السلام متهم به دروغ، متهمه که در قتل جناب عثمان دست داشت. این توطئه بهش میگن توی تفکر استراتژیک دکترین شک و بهت. شکی وارد میشه، آقا یه بهتی بعدش به وجود میاد. شک
به قتل رساندن جناب عثمان و بحثی که به وجود اومد، کی مخالف عثمان بود، منتقد بود؟ جناح علی علیه السلام. پس اینا بودن. هیچ استفاده خودشو برد معاویه تو اون بحث. و 1400 سال مایه تفرقه بود این بحث. قرار بود خاتمی رو در سال 88 در سفری که داشت از اهواز برمیگشت توی هواپیما بمب گذاشته بودن، چند روز قبل از انتخابات سال 88. قصد سرویس‌های اطلاعاتی دشمن این بود که خاتمی رو بکشن. خاتمی تاریخ مصرفش برای غرب تموم شده بود. غرب نیاز داشت یک شوکی به شرایط قبل از انتخابات ایجاد کنه در کشور. در اثر اون شوک یه بهتی به وجود می اومد، چون مخالفین خاتمی و منتقدینش معلوم بودن که نیروهای انقلابن دیگه. تا این هواپیما رو هوا منفجر بشه و خاتمی کشته میشد، فردا ایران دو دستگی میشد و مردم میفتادن به جون هم دیگه، آقا شما انقلابی‌ها بودید کشتید. این یه شوکی به جامعه ایجاد میکرد. تا بیای ثابت کنی که آقا سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه بودن و انقلابی‌ها هیچ این کارو نمی‌کنن و چه و چه، مملکت جنگ داخلی و به هم ریختگی و فتنه و فلان. مبتنی بر حالا اون لحظات آخر که دوستان خدا رحم کرد متوجه بمب شدن و بمب رو تو همون روی باند زمانی که هواپیما داشت تیک‌آف می‌کرد پیدا کردن و خلاص بمب رو خونسا کردن و پرت کردن بیرون و بماند که خطر گذشت. آی طالبی در فیلم قلاده‌های طلا مبتنی بر اطلاعاتی که سازمان‌های اطلاعاتی تو این زمینه جمع کرده بودن، اون قسمت اول فیلم قلاده‌های طلا اون نشون میده که اون پرتون پرواز قرار خاتمی کشته بشه که عوامل سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه بیرون مرزای دفعه متوجه بشن که این تیرشون به سنگ خورد. مرحله دومو شروع کردن، اون بحث تقلب و بعدم فتنه‌ای که رخ داد و که خبر دارید. اگر فتنه 88 با کشته شدن خاتمی شروع میشه توسط سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه و جریان ضد انقلاب، حتما ماجر فتنه 88 به یک جنگ داخلی میکشید و اونی سر کشور میومد که از ماجرای علی علیه السلام و ماجرای جناب عثمان و اون خباستی که معاویه در این قتل انجام داد تا الان رخ داده. میشناسید دیگه موضوع پیران عثمان، یعنی از خاتمی هم، از قتل خاتمی هم یه پیران عثمان درست میکردن برای براندازی نظام. در انتخابات اخیر مشکل امنیتی که نگرانی ایجاد کرده با توجه به سقوط گسترده آقای روحانی در افکار عمومی و اینکه دستش خالیه و قولهایی که داده بود عملی نشده و الان فقط تندروهای افراطی اصلاح طلب تو صحنه براش تبلیغ میکنن، حوزه علمیه، مراجع اعزام تقلید، خانواده شهدا، بزرگان، مؤمنین، معتمدین، بدنه خاکستری جامعه، مردم مستضعف کف جامعه، همه روگردان شدن. تاریخ مصرف بعضی دوستان ممکنه تمام شده باشه برای غرب. غرب همین مقدار برای نزدیکی و رابطه با ایران اینا رو نیاز داشت. حالا که دیگه اینا شدن تندرو، دیگه به اصطلاح اعتدالگرا نیستن، غرب خب کسای دیگر میخواد جاشون بیاره. روغن ریخته رو نظر امامزاده کنه دیگه، مثل دفعه پیش خاتمی که میخواستن بکشنش. ادگار لیبرمن وزیر جنگ رژیم صهیونیستی چند پیش اعلام کرد رسما که رئیس جمهور ایران در انتخابات ترور میشه. این وقتی که مطرح شد وزیر جنگ رژیم صهیونیستی، باید ببینیم این موزی چرا داره اینو مطرح میکنه، داره چه کدی میده، داره چه جریان سازی میکنه. خب یک، جریان اعتدالگرا دیگه نابود شده، شده جریان تندرو افراطی همون به اصطلاح اصلاح طلب. پس اینا دیگه تاریخ مصرف دارن، دیگه داخل نظام کارایی ندارن. یعنی 4 سال پیش نیست که آقای روحانی وقتی سر کار آمد جریان، مردم میگن آقا دو دسته افراطی ها برن کنار، اعتدالگرا ها کار کنن، نظام باهاشون کار کنه، مراجع پشت سرشون باشن. امروز دولت آقای روحانی اینجوری نیست. اگه آقای دولت روحانی پس فردا رأی بیاره، دولت آقای روحانی روبروی رهبری است. تا الان دولت آقای روحانی 34 اختلاف ایدئولوژیک و استراتژیک با رهبری داشته. این 34 تا رو تو خبرگزاری‌ها دیدید دیگه. یعنی حضرت آقا فرموده ما بعد مردم رو جوری زندگیشون رو رقم بزنیم که آخرتشون جوری بشه که برن بهشت. آقای روحانی میاد میگه که به ما چه مربوط، مثلا نباید مردم رو ببریم به بهشت. اختلافات ایدئولوژیک، آقای روحانی میاد میگه ما بعد اسلام رحمانی رو دنبال کنیم. اسلام رحمانی همین چیزیه که تو این سند 20 هم میاد و بازرگان دنبال می‌کرد. و رهبر معظم انقلاب میگه بابا قرآن و اسلام آیه های جهاد و شهادت هم داره، اسلام رحمانی کجا بود؟ اسلام یه وچش رحمانیه، یه وچه دیگه داره که قهریه. اختلافات ایدئولوژیک و استراتژیک آقای روحانی با حضرت آقا حدود 34 مورده. هیچ رئیس جمهوری از زمان بنی صدر تا الان 34 مورد اختلاف ایدئولوژیک و استراتژیک با رهبری نداشته. یعنی بالاترینش که مربوط به دولت خاتمی است حدود 10 تا 12 تا است. بقیه دیگه 8 تا 7 تا 6 تا 5 تا بوده.
خب اولا الان دیگه دشمن میدونه که روحانی تیغش نمیبره، بیاد موازش با رهبری در تعارضه، موازش با نیروهای انقلاب هم در تعارضه، موازش با بدنی جامعه هم در تعارضه، موازش با مراجع اعزام تقلید هم در تعارضه. مثلا سال گذشته سال 1395 61 بار مراجع اعزام تقلید فرمودن سیستم بانک جمهوری اسلامی ربوی دولت یک کاری بکن. 7 مرجع یعنی مکارم شیرازی، جوادی آملی، جعفر صبحانی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، علوی گرگانی، این دست مراجع یکی 2 بار گفته، یکی 10 بار گفته، یکی 15 بار گفته. یک سال ها سال 61 سال 51 هفته است. اگه 51 بار گفته بودن میشد هفته یک بار، الان 61 باره، یعنی حدود 5 روز یه بار مراجع فرمودن که سیستم بانک ربویه، پدر مردم رو این بانک در آورده، برکت رو از زندگی مردم برده، مردم رو نابود کرده. یه فکر کنی تو مجلس دولت کک کسی نگزیده. این مراجع کیان؟ اینا همونایی هن که یکیشون در سلسله نهضت انتظار، مثلا میرزای شیرازی 125 سال پیش در چنین روزی، امروز در چنین روزی از نجف فتوا داد. یه برجامی داشت رخ میداد، در برجامی که انگلیس داشت تحمیل میکرد به ناصرالدین شاه، امتیاز و انحصار تنباکو رو داشت میگرفت. فرمود از اونجا الیوم، امروز استعمال تنباکو در حکم محاربه با امام زمان، جنگ با امام زمان. اینستاگرام و تلگرام و ماهواره و اینترنت و واتساپ و وایبر و روزنامه و اینا که نبود، دهان به دهن باید به مردم میرسید. این خبر آمد تو ایران، مردم ریختن تو میدونای شهرها و روستاها، قلنا رو شکستن که کسی دیگه تنباکو مصرف نکنه. خبر رسید به خونه ناصرالدین شاه که ناصرالدین شاه داره چنین قراردادی امضا میکنه با، در برجام رفتن پای برجام امضا کنن با انگلیسی ها، امتیاز و انحصار تنباکو رو بدن و ایران بره زیر یوغ انگلیسی ها. مرجع شیعه جلوشو گرفت، گفت نباید اینجوری بشه. زنای ناصرالدین شاه شنیدن، خبر رسید به زنای ناصرالدین شاه، گوش نکردن به ناصرالدین شاه، اومدن تو حیات کاخ قلیونا رو زدن زمین، شکستن، ترک اعتیاد کردن به تنباکو. خب جنگ با امام زمان حکم بود. الان مراجع نه در نجف 130 کیلومتر پایین‌تر تو قم، نه یه نفر، 7 نفر، نه یه بار، 61 بار در یک سال، نه در باره در واقع ناصرالدین شاه دیکتاتور، در مورد پاستور و رئیس جمهور آقای روحانی در لباس روحانیت، نه از طریق دهان به دهن و سینه به سینه. اولا شبکه‌های رسانه‌ای جدی امروزی، ثانیا بیشتر این موارد در دیدار مسئولین دولت تو روی خودشون گفته شده، نه در مورد جنگ با امام زمان، بلکه جنگ با خدا که قرآن فرموده ربا جنگ با خداست. اینجا 61 بار مراجع گفتن سیستم جمهوری اسلامی نظام مالیش درگیر جنگ با خداست. یه فکر کنید، آخر یکی از مراجع گریه کرد، بغضش ترکید سر جلسه درس خارج، گفت بابا هر چی میگم کسی گوش نمیکنه، پدر مردم در اومده در اثر این ربای بانک‌ها. آقا یکی از دولت که اصلا به رو مبارکش نمیبرد. ای که نمیدونن الان از 1000 تا کنسرت یه دونش کنسل شده، منتفی شده، الان جلسه ویژه هیئت دولت برگزار بشه. وای یه مرجعی گفته سیستم ربویست، دولت هر کجا هستید وزرا جمع بشید، نصف شب جلسه اضطراری، این جنگ با خداست، شورای عالی امنیت ملی چرا این جنگ رو باید مدیریت میکنی، شورای عالی اقتصاد، شورای عالی انقلاب فرهنگی، همه بیان تو صحنه، آماده باشه 100% تا این ربا رو از زندگی مردم نزدای. این مال شهید بهشتی و مال شهید رجایی و مال اون انسانهای، مال افرادی که ساعت 10 صبح میان سر کار، ساعت 2 بعد از ظهر میرن استخر و جکوزی نیست. چی شد؟ 61 بار مراجع گفتن سیستم ربویست. رئیس جمهور که ککش نگزید، رئیس مجلس که هرچی رفته بود دیدار مراجع بهش گفته بودن ککش نگزید، شده وکیل مدافع برجام. 20 دقیقه این رئیس مجلس برجام رو تصویب کرد، 20 دقیقه برای زدودن ربا وقت نذاشت. یکی از پیروزی ها و موفقیت های ما در 4 سالی اخیر اینه که چهره بعضیا که خودشونو اصولگرا و انقلابی جا میزدن مثل علی لاریجانی خوب شناخته شد. علی لاریجانی 20 دقیقه برای برجام وقت گذاشت، ولی وقتی در 25/3 سال 91 رفت دیدار علامه جوادی آملی، ایشون بهش فرمود که آقای لاریجانی شده رئیس مجلس دوباره، پدر مردم در اومده، 80% مردم زندگیشون از راه ربا داره میگذره، یه فکری کن.
5 سال علی لاریجانی از این توصیه که یک مرجعی بهش کرده میگذره، 20 دقیقه که برجام رو مالون تو هم دیگه، 2 ساعت 10 ساعت وقت برای زدودن ربا نگذاشت. خدا میدونه آخر عاقبت این مدیرانی که توی حکومت جمهوری اسلامی رؤسای قوه میشن، قسط رو اقامه نمیکنن، توی آخرت کجاست. حالا اینا مثلا ناسلامتی داماد تئوریسین انقلاب یعنی شهید مطهری ها، ببینید از کجاها میخوریم. نتیجه چی شد؟ 61 بار مراجع گفتن صدا کسی در نیامد. آقا رئیس جمهور که اصلا تره خورد نمیکنه برای حرف مراجع تقلید، اصلا با دین نه، اون که 34 بار با رهبری زاویه داره توی مواضع مشخص قطعی، دیگه مراجع رو اصلا وقعی مینهد به حرفاشون. آمد یه صد پایین‌تر، وزیر مثلا مجلس بیاد بگه آقای طیب نیا بیا اینجا ببینم تو رو باید استیضاح کرد، 61 بار بزرگان دین فرمودن سیستم ربوی است، مجلس هم بخاری ازش در نمیاد. رئیس جمهور بیاد بگه رئیس بانک مرکزی رو باش برخورد میکنیم، سیف چرا؟ اصلا و ابدا سیف رفت دیدار مراجع، مراجع بهش گفتن سیستم ربوی است، اومد بیرون جلوی دوربین خبرگزاری وایساد گفت نه خیر هیچم ربوی نیست. خب تو که اعتقاد نداری به حرف مراجع، چرا بلند میشی میری دیدار بعد میای بیرون در ساختمون خود همون مرجع میگی که نه خیر ربوی نیست؟ اینم از آقای سیف. هیچ کس جواب نداد، اصلا مهم نبود براشون. یه آدم پایینشونو از یکی از بانکاشونو گذاشتن بیاد جواب بده، اومد بیرون گفت چیه چه خبره، هی میگید ربا ربا ربا. این دکتراشو توی آمریکا گرفته، علوم منحت مالی از غرب، همونی که امام فرمود از دست رضاخان و پسرش نجات پیدا کردین، بعید از دست تربیت یافتگان شرق و غرب نجات پیدا کنین. کدوم تربیت یافتگان شرق و غرب؟ فنی ها خوبن شهید چمران، علوم پزشکی ها خوبن، اما علوم انسانی چیا؟ یادتون باشه آدمی که از ایران رفته توی اروپا و آمریکا علوم انسانی خونده اومده، خیلی بهش اعتماد نکنید. امام فرمود تربیت یافتگان شرق و غرب ما عدتشون نجات پیدا نمی کنیم. طرف اومد چی گفت جب در پاسخ بای جوادی؟ آمد گفت چی آقا هر روز میگید سیستم ربویه ربویه ربویه، مراجع تحت تاثیر القاعات عوامند و اساساً سیستم بانک جمهوری اسلامی ربوی نیست. ما نمیدونستیم اخیراً تو دانشگاه آمریکا درس اسلام شناسی میذارن مدیر صادر میکنن، اینجا شما از مکارم شیرازی و جوادی آملی و مصباح یزدی بیشتر میفهمی اسلام رو. طرح دشمن لیبرال الان تو کشور اینه، حربه مرجعیت شیعه در فتوای قطعی و سری و انذار جامعه رو کند کنه. اگر زورشون برسه این کارو بکنن که دولت آقای روحانی داره این کارو میکنه، بعد از مراجع حربه افتا و مسئله فتوای امام جامعه رو کند میکنن، ناکارآمدی مرجعیت شیعه و ولایت فقیه رو از این که حرفایی که بزنن بعد زمین بمونه کسی هم پاسخ نده. ما وقتی این خطر رو تو دولت قبلی دولت آقای احمدی نژاد دیدیم داره جدی میشه و مراجع شاکیان از سیستم ربوی، جنبش رو شروع کردیم به نام جنبش مردمی مبارزه با ربا. جنبش مردمی مبارزه با ربا که شروع شد، خب این جنبش آروم آروم اومد حمایت مراجع رو هم داشت، بدنه عمومی جامعه مردم دانشجویان و طلاب گرایش پیدا کردن، به قدری جو روانی عالی شد و ضد ربا شد و مردم متوجه شدن که ربا پدید خطرناکی است. 3-4 سال پیش یکی از مراجع میفرمود که تو برنامه تلویزیونی میفرمود ما روزی 2000 ایمیل دریافت میکنیم که آقا سیستم بانک ربویه یا نه، ما چه کار کنیم مثلا مالیمون. روزی 2000 ایمیل، سابقه نداره اینجوری مثلا به مراجع مردم برای یه حکمی رجوع کنن. الحمدلله امروز سواد مالی مردم در قضیه ربا رفته بالا و مردم میدونن سیستم بانک ایران منحته، میدونن سیستم شورای فقهی بانک و بورس تشریفاتیه، میدونن نفوذی ها در ساختار نظام بانک ایران عامل براندازی معیشتی مردم هستن. خب اون دولت مهندس بود، قرار بود یه دولتی بیاد سر کار که مجتهد دیگه، جناب روحانی 24-5 سال خبرگان رهبریه، یعنی 3 دور خبرگان رهبری، یعنی مجتهد دیگه، این خودش بیاد این حرف زبان مراجع رو بهتر میفهمه. 4 ساله نه این نه علی لاریجانی تره خورد نکردن برای موضع رهبری. نتیجه عادیش همین شد، سال گذشته 61 بار 7 تا مرجع گفتن سیستم ربوی است، این 7 تا مرجع غیر از بیش از 100 تا امام جمعه در سراسر کشور، ده ها عالم دین و فضلایی که مرجع نیستن و متخصصین دانشگاهی که پروژه کارشناسی تو این زمینه دارن، الان دیگه محرز برای جامعه که اصلاح جامعه از راه اصلاح بانکیش و زدودن ربا صورت میگیره. هر کس میخواد اقتصاد اصلاح کنه، روحانی و جهانگیری میگن آقا این آقای قالیباف و رئیسی و میرسلیم بگن که
کارنامه به سراغ برنامه‌تون چیه؟ آقا برنامه اینا مشخصه، اینا بزنن زیر کاسه کوزه سیستم بانک ربوی و ربا رو از مثل بدن یک آدم معتاد که چجوری اعتیاد رو از شیره اعتیاد از تن این میکشن بیرون در فرآیند ترک اعتیاد، شیره ساختار ربوی رو از تن و رگ و پی نظام مالی جمهوری اسلامی بکشی بیرون، اقتصاد مملکت درست میشه. این گام اوله، این زیر ساخته. منتهاش خب آقایون چون خودشون به ربا اعتقاد ندارن و درسی که خوندن، دکترایی که گرفتن ناظر به علم ربویه، اینم ادعای بی ربطی نیستا، چون مبنای علم اقتصادی که الان میبینید هر کس لیسانس فوق لیسانس دکترا میگیره، پایه علم اقتصادش در نظریه به اصطلاح تئوری بازار آدم اسمیته. آدم اسمیت دوستی داشته به نام جرمی بنتام. جرمی بنتام 220 سال پیش کتاب مینویسه، براش میگه باید تو اون بازار ربا عادی باشه چون ربا منفعت داره. این پدر نظریه فایده گراییه. دیفنس اف یوجوری اسم کتاب جرمی بنتام اینه که هر کس تو ایران دکترای اقتصاد داره، حزب اللهی و غیر حزب اللهی، این مبانی علمی که آموخته و رفته کتاب دیفنس اف یوجوری جرمی بنتام. این علم پایش رباست، اساسش رباست، بانک اساسش رباست، بورس اساسش قماره. هیچ جورم اصلاح نمیشه. باید یه علم و فکر و حرف دیگه تولید بشه که الان بیرون دوستان دارن تولید میکنن. خب آقای روحانی گذاشت این آدم اومد تو صحنه با وقاحت تمام گفت مراجع تحت تاثیر القاعات عوامن و اصلا سیستم بانک ما ربوی نیست. الان بابت همین یه دونه حکم آقای روحانی چطوری فکر میکنه مراجع حمایتش میکنه؟ چطوری فکر میکنه قم و جریان پرقدرت حوزه‌های علمیه در قم و شهرهای دیگه حمایتش میکنن؟ پس آقای روحانی حمایت ویژه در واقع علما و بزرگان دینی رو نداره. مواضعش با رهبری در تقابله، مواضعش با مراجع در تقابله. درد دین نداره، درد کنسرت داره، درد خیلی چیزهای دیگر رو داره، ولی وقتی سخنی مراجع میگن براش مهم نیست. اگر حکومت جمهوری اسلامی به جایی برسه که علمای دلسوزش که عقبه تئوریک نظام رو تو فقه شیعه رقم میزنن، اینها حرفشون از خاصیت بیفته، جمهوری اسلامی براندازیش قطعی میشه، چون آرام آرام نفوذی ها میان غیر از فقه موارد منحط دیگه رو در درون نظام پیاده میکنن، جاری میکنن. پوسته جمهوری اسلامیه، مغزش لیبرالیه. این همونیه که خدا به پیامبر فرمود در قرآن جهاد کبیر، فرمود اطاعت از کفار نکن، جهد کنی مبتنی بر قرآن، اینجوری میشه جهاد کبیر. مجاهد کبیر کسیه که در حکومت دینی اجازه نمیده فکر غربی، فکر کفار بیاد پیاده بشه. ایستادن در مقابل جریان بانک ربوی، جریان علوم انسانی منحط اونطوری که رهبری فرموده، این ایستادن جهاد کبیره. سوریه و مجاهدت و شهادت اونجا جهاد صغیره، ایستادگی رو بر انحراف فکری در اون حکومت جهاد کبیره. از این رو الان دیگه آقای روحانی این وضعیت رو نداره. پس غرب میدونه که آقای روحانی روبروی مقام معظم رهبری وایستاده، 34 تا اختلاف ایدئولوژیک داره و استراتژیک، روبروی مراجع وایستاده، حمایت بزرگان و علمای دینی رو نداره، متدینین جامعه دیگه به آقای روحانی روی خوش نشون نمیدن، ایثارگران، انقلابیون، بسیجی ها و نیروهای در واقع عمل کننده ای که حاضرن جونشون رو بدن، اینها از دولت حمایت نمیکنن. از این رو آمریکا ممکنه بگه خب حالا میریم آمریکا اسرائیل بگیم خب همونطوری که می‌خواستیم خاتمی رو از بین ببریم، بریم بلای سر این بیاریم. به این خاطر این مطلب رو میدن دست ادگار لیبرمن، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی، میاد مصاحبه میکنه میگه که در این انتخابات رئیس جمهور ایران کشته میشه. اگر اتفاقی بیفته کیا مخالف رئیس جمهورن؟ جریان انقلابی. مملکت بیفته تو دو دستگی و زد و خورد. و برای این کار ایمیج درست کردن. کار رسانه و هنر و تلویزیون امروز ایجاد ایمیج و تصویره. یه تصویر ذهنی میده، تکرارش میکنه، بعدن وقتی اون اتفاق افتاد کسی دیگه انتظار غرازی نداره. سریالی درست کردن آمریکایی‌ها که این موضوع ترور رئیس جمهور ایران، رئیس جمهور حسن رو 7 سال پیش پیشبینی کردن. سریال هایی که کاخ سفید پشت اوناست و این سریال ها و فیلم های سینمایی برای این به جای اینکه مقاله بنویسن و سخنرانی کنن، اون ایمیج و تصویر و تحلیل و بصیرتی که میخوان بدن از طریق اون فیلم ارائه میکنن، به اینا میگن سینمای استراتژیک. سریالی دارن که هر از چند یه بخشش رو میسازن، بخشی از این رو میگن. اولین فصل این 16 سال پیش وقتی ساخته شد، سال 80 پخش شد، پیش بینی کرد که 7 سال بعد تو آمریکا رئیس جمهور سیاپوس میاد سر کار، که 7 سال بعد اوباما اومد سر کار. 8 سال پیش سریالی ساخته شد به نام سریال 24 فصل 8.
فصل هشتم این سریال سال 88 موقع فتنه ساخته شد، سال 89 پخش شد. بعد از پخش این سریال سال 89 یک میلیارد نفر رو کره زمین سریال رو دیدن. سریالای 10 سریال برتر اولی که آمریکا میسازه، اینا تو رنکینگشون سریالایی هستن که متوسط رو کره زمین تو همه جای دنیا نزدیک یک میلیارد نفر این رو میبینن. الان یه ایمیجی تو دنیا وجود داره از 7 سال پیش که رئیس جمهوری سر کار میاد تو این فیلم که اسم این رئیس جمهور حسنه. این رئیس جمهور حسن 7 سال پیشا، این رئیس جمهور حسن برادری داره که تو همه کاری دخالت میکنه. البته اسم برادرش حسین نیست، اسم برادرش اونجا فرهاده. این رئیس جمهور حسن با رئیس جمهوری در آمریکا مذاکره میکنه که خانومیه شبیه خانوم کلینتون. آمریکایی‌ها نمیدونستن تو این پیشبینیشون تو آخرین لحظات به جای خانوم کلینتون ترامپ میاد سر کار. اما به هر جهت خانوم کلینتون رو اونجا نشون دادن، اسمش البته کلینتون نیست ولی خب اون هنرپیشه کاملا این خانم کلینتونه. مذاکره ایران و آمریکا این رئیس جمهور حسن با اون خانم صورت میگیره تو شهر نیویورک. اعضای سازمان ملل نیستن، اتاقی که شبیه خود اون اتاق صحن مرکزی سازمان ملل در نیویورک. اینا مذاکره میکنن. چند تا سانتریفیوژ از ما پذیرفته شد در برجام پارسال؟ 5600 تا. در این فیلم میگه که 6000 سانتریفیوژ ازشون بپذیری. ببینید چقدر نزدیکه. هیچ کار بخشی از کارشناسان مرکز مطالعات استراتژی اندیشکده‌های آمریکایی و ایرانی و جدی هیچ کس پیشبینی نمی‌کرد که تعداد سانتریفیوژای مورد پذیرش 5600 تا بشه. تو این فیلم میگه 6000 تا ازشون بپذیری. میپذیرن اون خانوم و قضیه قطعی میشه. انقلابی‌ها داخل ایران شاکی‌ان از این رئیس جمهور حسن. رئیس جمهور حسن رو ترور می‌کنن. خوب دقت کنید، 8 سال پیش ساخته شده سال 88، 7 سال پیش تو دنیا به نمایش در اومده، 1 میلیارد نفر این ذهنیتو دارن. حالا وزیر جنگ رژیم صهیونیستی میگه رئیس جمهور حسن کشته میشه، اینا هم میگن که همچین چیزی. ما التماس کردیم به مسئولین آقا تیم حفاظتی آقای روحانی رو 10 برابر کنید، همه توان کشور رو آماده باش کنید مراقبت. بالاخره این اسرائیلیا و کفار و ملحدین و مشرکین و منافقین تو قضیه دکترین پیران عثمان یه شک و بهت دیگه به وجود بیارن. تاریخ مصرف خاتمی تمام شد، می‌خواستن بکشنش 8 سال پیش. حالا آقای روحانی هم دیگه به قول معروف برای اینا کارکردی نداره و تو غرب گرایی و اینجور حرفا خوبه بلای سر آقای روحانی نیارن، خلاص کشور رو دچار دو دستگی کنن. این امنیتی که مطرح شد هفته گذشته، حفظش و مبارزه با به اصطلاح فتنه‌گری‌ها ناظر به این بود. لذا خطرناک بود که ایشون رفت تو مردم و یه دفعه مردم هجوم آوردن به ماشینش. بهتر ایشون بین مردم نره، چون مردم عصبانین از ایشون. یه اتفاق میفته اون مردمم بدبختا بندگان خدا نه سیاسین، نه به اصطلاح تحت تاثیر رسانه‌های بیگانه، نه ضد انقلابن، نه جناح سیاسین، نه اصولگرا اینور اونور اونورین. یه مش مردمی هستن که حقشون داده نشده، لذا اومدن و اون برخورد صورت دادن. از این رو فتنه‌ای که موجب نگرانی است اینه که چون وجهه ایشون به اصطلاح دیگه در جامعه اون وجهه سال 92 نیست و برای آمریکا هم دیگه کاربردی نداره، غربگرا هم میگن هر چی می‌خواستیم از ایشون به دست آوردیم، نگران هستن. جامعه اعتدال واقعی رو در صورت آقای رئیسی داره می‌بینه. نگاه می‌کنن میگن لحن معتدل، قیافه و میمیک صورت معتدل، رفتار معتدل، دست نمیکنه تو جیبش یه چیزایی در بیاره به قول معروف بذاره تو صورت طرف مقابل توی مناظره و حال طرفو بگیره. نگاه میکنه جامعه میبینه که مسائل اینجوریه. خب جامعه بدن خاکستری میگه بابا آدم معتدل یعنی این. بعدم این رئیس سازمان بازرسی کل کشور بوده، جیک و بوک این مفاسد رو خوب خبر داره، میدونه که فساد چجوری ایجاد شده رسیده به اونجا، بهتر میدونه. بعدم این توی قضایای دفاع به اصطلاح حرم امام رضا علیه السلام اون حاشیه نشین های مشهد رو، اون منابع حرم رو اونجا خوب هزینه کرد، اون مردم دارن شهادت میدن. دست مفسدینی که تو دوره مدیریت قبلی زمان مرحوم واعظ طبسی اونجا یک زمین های فساد رشد کرده بود و دوستان آقای روحانی و آقای هاشمی اونجا بودن، خب میدونید اون آقای واعظ طبسی و جریان فساد درون سیستم ایشون ارتباط با تشکیلات دولت آقای هاشمی داشت و بعد هم اینا خیلی بیشترین ارتباط نزدیکشون بدنه ساختار اقتصادی اونجا با آقای روحانی و آقای هاشمی بود. اون برادر خانم مرحوم واعظ طبسی که چندی پیش فراریش دادن از کشور، اون چون در این سازوکار اقتصادی جدی بود اولین کاری که آقای رئیسی کرد اون فرد رو بیرون کرد. منتهی خب اینا فراریش دادن. آقای
واعظ طبسی رئیس دفترش تیمور علی عسکری رو اومد کرد نماینده مردم مشهد، این اومد تو تهران شد نماینده، دوره بعد دیگه نرفت، رفت شد مسئول تشکیلات دفتر و بساط آقای روحانی توی مرکز تحقیقات استراتژی. یعنی آقای روحانی بیشترین پیوند رو با لایه‌های فساد درون آستان قدس در دوره مرحوم واعظ طبسی داشت. سندش هم اینه که آدمای اصلی اون یعنی تیمور علی عسکری و دیگران رو که اومدن اینجا، اینا رو بعد برد تو مجمع تشخیص میشه خودش. حالا بلند میشه آقای روحانی علیه این بنده خدا این حرفا رو میزنه که خب اصلا به این بنده خدا این چیزا نمیچسبه. آقا چرا از امام رضا استفاده ابزاری میکنید؟ آقای روحانی توی ستاد جناب عالی در ایلام علیه امام رضا حرف زده شد، مرجع عظیم و شانی مثل آیت الله مکارم حفظه الله موضع گرفت، جناب عالی نیومدی عذرخواهی کنی از محضر امام رضا، نیومدی عذرخواهی کنی از دلهای شکسته مردمی که به ساحت امامشون جسارت شده بود، نیومدی از مقام مرجعیت شیعه عذرخواهی کنی. اونجا تو استان ایلام عزای عمومی اعلام شد. شما که ادعا میکنی در مورد امام رضا نباید استفاده ابزاری بشه، شما چرا استفاده ابزاری میکنید؟ ائمه رو میزنید؟ اینا البته علائم خوبیه برای ما، ما نمیخواستیم از شما اینا صادر بشه، ولی ضدیت شما با دین، ضدیت شما با مرجعیت، ضدیت شما با مواضع ولی فقیه، ضدیت شما با خانواده شهدا و شهدای مدافع حرم، ضدیت شما با بنیانهای انقلاب اسلامی، ضدیت شما با قانون اساسی، اینها باید برای مردم شفاف میشد تا مردم بدانند که چطور بنی صد خودش رو روز به روز از این مردم دور کرد، منتظری دور کرد، خاتمی دور کرد، بازرگان دور کرد. این دفعه هم شما ذره ذره خودتون رو دور کردید. حالا بعضی براتون سوت و کف میزنن، پرش سوارای سگ به بغل، بعضی دوستان معتقدن شما 4%. من یه نظر دیگه دارم، من میگم مردم چند درصد 700 میلیارد تومان ثروت دارن؟ هر چند درصد مثل وزیرای آقای روحانی 700 میلیارد ثروت دارن، یا مثل وزیر بهداشتش، یا مثل وزیر راه و شهرسازیش، یا مثل وزیر صنعت معدن تجارتش، یا مثل وزیر آموزش پرورشش. اگر ما استاندارد دولت آقای روحانی رو بگیریم، این 3-4 تا وزیری که گفتم، چند درصد جامعه مثل این 4 تا وزیر درآمد دارن و خونه زندگی دارن و امکانات دارن؟ هر چند درصدی هستن اینها میشن اون چند درصده. الا ای حالا چون این مقبولیت دیگه وجود نداره، ممکنه شیاطینی از آمریکا و رژیم صهیونیستی و سازمان‌های تروریستیشون بخوان یه ضربه‌ای بزنن، امنیت کشور رو به هم بزنن و بندازن گردن نیروهای انقلابی تون قضیه پیرن عثمانی که اشاره کردم. لذا خیلی باید هوشیار باشید، باید هوشیار باشید. این یک هفته رو آماده و مرتب دوستان موضعشون دستشون خالیه. آقای جهانگیری و آقای روحانی ممکنه بخوان نظم و امنیت کشور رو به هم بزنن. من یه نگرانی مضاعفی هم دارم با پیدا شدن سرکله مصطفی تاج‌زاده که در ماجرای مجلس ششم در شورای در به اصطلاح وزارت کشور انقدر درصد تخلف و تقلب بالا بود که آقای جنتی مجبور شد بره خدمت رهبری و بگه آقا این انتخابات خیلی توش تقلب شده، چیکار کنیم دیگه؟ با حکم حکومت رهبری مجلس ششم پذیرفته شد. از دید شورای نگهبان تخلف زیاد بود. اینها اگر بدانند که مشکلاتی دارن در این زمینه و رأی نمیارن و وچه بالاتره، چون الان سرجم رأی آقای رئیسی و آقای قالیباف و آقای میرسلین در نظرسنجی های همه مجموعه ها سرجم رأی این 3 نفر از سرجم رأی اون 3 نفر بیشتره، لذا نگرانن. به این خاطر ممکنه نظم و امنیت رو بخوام به هم بزنن. باید خیلی نیروهای انقلابی، جوانان مؤمن انقلابی هوشیار باشن و فتنه ها رو مراقب باشن. این یک هفته باید بیدار، هوشیار تو فضای سایبر، توی اماکن عمومی، حوزه‌های موارد دیگه، اشکال نداره کار زندگیمون عقب نمیفته، هم خیلی چیزا رو میشه به اصطلاح از هفته بعدم شروع کرد. هوشیار و آگاه. اگر کشید به دور دوم رأی شکست مثل سال 84 که خب یه هفته بعدش هم دوباره همین مجاهدت و دوستان تو صحنه دارن، اگر همین دوره حل شد، هر کس از صندوق اومد بیرون، چون ما که به رأی مردم و به قانون پایبندیم و میدونیم که نیروهای انقلاب، جوانان انقلابی در واقع تخطی نمی‌کنن، این موارد باید کامل رقم بخوره و باید مراقب باشیم که توطئه‌های دشمنان رو بشناسیم، آگاه باشیم، بصیر باشیم، تو صحنه باشیم، غافل نباشیم تا بشه موارد خونسا کرد. یک نگرانی جدی‌تر مسئله شورای شهر است. اصلاح طلبها خزنده و زیرزمینی آمدن، حرفشون هم این بوده که ما برای ورود به قدرت، چون اینا که روحانی رو که قبول ندارن، اینا معتقدن که مسئله روحانی اینا براشون یه دوره
عادی بوده که بیان از طریق اینا وارد قدرت بشن دوباره. لذا چون میدونن از بالای سیستم نمیتونن با خاتمی وارد بشن، اومدن گفتن از پایین سیستم میایم تو شهرها شوراها رو میگیریم، وقتی شورا رو گرفتیم شهرداری ها رو میگیریم، از اینجا وارد میشیم. لذا در مورد قضیه شوراها نباید تو این هفته غفلتی صورت بگیره، نفوذی های وارد سیستم شوراها و شهرداری ها بشن. در قضیه به خصوص شورای شهر تهران که حساسیت مضاعفی داره، باید نیروهای جوان مؤمن انقلابی و متدینین کاملا هوشیار، آگاه و مشخص، افرادی که در واقع صلاحیت بیشتری دارن و اصلح هستن، اون افراد و لیستشون تبلیغ بشن و مردم بدونن روز انتخابات نه تنها به کدوم فرد در ریاست جمهوری باید رأی بدن، به کدوم فرد در شورای شهر هم باید رأی بدن. ما همونطوری که همیشه گفتیم، صاحب این مملکت خود حضرت هست، امام زمان مراقب این جامعه و ملت، و این گردنی حساس و پیچ مهم تاریخی رو این بار هم ملت ما به خوبی عبور خواهد کرد، دودش به چشم دشمنان ما خواهد رفت. فقط باید با جدیت مراقب باشیم که فاجعه ای رخ نده و اون ترفندهایی که دشمنان دارن به خودشون برگرده. این نکته کلیدی است. این نکته کلیدی است. به خودشون برگرده.